به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر، بیننده های عزیز شبکه های جهانی طلوع و لمر و شنوندگان محترم رادیوهای آرمان و اراکوزیا، بالاخره پس از هفته ها انتظار رسیدیم به دور پنجم مسابقات بین المللی شب نبرد با حضور ورزشکاران بزرگ MMA افغانستان و تاجیکستان. قرار است که بهترین های MMA افغانستان در برابر بهترین های MMA تاجیکستان اینجا در سازمان SLFC، در قفس سازمان SLFC در برابر هم قرار بگیرند. شب نبرد اتاک انرژی درینک حامی ورزشکاران بزرگ MMA افغانستان. امان نورستانی رئیس عملیاتی SLFC هم با ما است و خوب است که او هم با شما سلام علیکی داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات بیننده های عزیز تلویزیون های طلوع و لمر، امروز باز خوش آمدید و شب نبرد پنجم، یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی در افغانستان. باز هم شب نبرد بهترین های رقمی که زبی جان گفتن، بهترین های MMA در افغانستان و نخبه های MMA در جهان را بر شما به معرفی میرسانه. ناگفته نمانه که شب نبرد، حامی شب نبرد البته اتاک انرژی درینک میباشه و اتاک انرژی درینک فعلا به 500 میلی یک بوتل نو البته داخل افغانستان با مقدار زیادتر با انرژی زیادتر و با قدرت زیادتر بر شما تهیه نموده و ما از پیش شما خواهش میکنیم که با انرژی بهتر و زیادتر اتاک انرژی درینک را بنوشید. بسیار عالی. و قرار است که بزرگان MMA تاجیکستان و افغانستان اینجا با هم رقابت بکنن. خوب است که در ابتدا ببینیم که کیها در مقابل کیها قرار گرفت، یعنی فایت کارت یک دفعه ببینیم. بله، با هم مشترکان تماشا با هم میریم فایت کارت میبینیم. خب قسمی که در تصویر تماشا میکنین، در سمت راست تصویر سهیل حسنزاده در برابر فردوس نظروف از تاجیکستان باید رقابت بکنه. اولین مسابقه ما هست که باید برگزار شود. سهیل حسنزاده اگرچه رقابت های زیاد را در MMA نداره، اما بسیار با روحیه جنگنده و همچنان بسیار عالی کار میکنه. همچنان مسابقه دوم میان عبدالاحمد فاروقی در برابر دلاور دولتوف از تاجیکستان باید رقابت بکنه. هر دویشان بهترین هستند، دیده شده که کدامشان پیروز خواهند شد. و همچنان رقابت نیمه مرکزی یا کومین ایونت ما را زکی سکراپر رسولی در برابر حریف قدرتمند تاجیکستانیش که در روسیه زندگی میکنه باید انجام شود. علیمبایف. بله، یک ذره مشکل است. خب بر ما گفتن فقط علیم بگوین بر ما. بله، علیمبایف علیم. بله، و این هم مسابقه مرکزی یا مین ایونت ما که واحد نژند در برابر حمید تایپان امید باید در برابر هم قرار بگیرن. دو دانه امید است، یکیش به عین است، یکیشون به پی. بله، و این مسابقه مرکزی ما البته سر کمربند ویلتر ویت در SLFC می باشه. اولین بار بر شما لایو از طریق تلویزیون طلوع و لمر سر کمربند مسابقه. جالب و دیدنی مسابقه هست، 5 راوند 5 دقیقه واقعا سخت است. و اولین مسابقه ما را قرار است که احمد سهیل حسنزاده در برابر فردوس نظروف باید انجام بده و ببینیم که خوب قسمی که در تصویر میبینین پرچم افغانستان هم بالای شانه هایش داره. احمد سهیل حسنزاده ورزشکاری که گراوند گیم بسیار خوب داره، دست پایکار است و کلن سبک و مبارزه هر دو ورزشکار کم کم با هم دیگرشان نزدیک است. بله، حسنزاده خیلی خطرناک فایتر است، خیلی خوب فایتر است. فعلا وقتش میرسه که یک بسته تصویری داریم از حسنزاده و همچنان حریفشان. طرف بسته تصویری میریم و باز میبینیم سر اردو حریف ما گپ میزنیم. سر زو با ما باشین، بسته تصویری را ببینید. به نام یاد خدا، احمد سهیل حسنزاده هستم، یک از قهرمان های کوچک امید افغانستان. در کابل افغانستان تولد شدیم و الان سنم از 21 ساله. آمادگی زیاد گرفتیم به این مسابقه پیش بهترین ترنرهای افغانستان، چی در رشته بوکس است، چی مویتای است. دور 4 شب نبرد با سمیر مخلص فایت داشتم و در راوند اول نکاوتش کردم.
حریفم فایتر خوب است که در ECB فایت کرده و امکانات خوب داره، بسیار زیاد است، بخاطر که پدرش رئیس ملی تاجیکستان است و ما یگانه چیزی که دارم دعای مردم افغانستان و دعای استادایم است که انشاءالله برنده هستم. من نظر فردوس بسیار سال هستم در بسیار از تاجیکستان برآمدم، در بسیار کشورهای دنیا بودم، در افغانستان یکم بارم. از دو سالگی همش میکنم تمرین میکنم MMA، وجه 7 سال قریب 6 سال مشق کردم، بسیار بویاک زراندم، بسیار چیزا زراندم، پگان نصیب باشه با یا بوی دیگه میگذارم. من در وزن 68 کیلوگرم برآمد میکنم، قدم 1.75 است. و سوال یکم اگر گفتن نیست پگا همش میگم او میبره من میبرم، فرق نداره، همش از الله هست، نکی آدم خوب نبه. فردوس نظرها فیره برات میگه که در افغانستان در قلم رو ما سنگار ما آرت ساختیم و ترا ما تا آرت میسازم. فکرت باشه. بله، ویدیو خیلی جالب بود. شما در مورد حسنزاده هم و نظروف هم یک کم تو معلومات گرفتین. گپ بزنیم سر فردوس نظروف، یکی از بهترین فایترهای تاجیکستان می باشه و رقمی که زبی جان گفتن حسنزاده هم خیلی یک مبارز عالی است و از هر نگاه اگر بگوین ساده پای یا سر زمین گیمشان و مبارزهشان تکمیل است. همچنان فردوس نظروف هم خیلی یک فایتر تکمیل است، هرچی در مشت و لغت و در کشتیگیری و در جوجیتسو. ببینیم که این نبرد امشب، نبرد اول چی نوع تمام میشه. گفتنش مشکل است، من فکر میکنم که کسی حد زده نمیتونه که کی خواهد برد. خب باز هم یک تماشای خیلی جالب برای شما. بله، و فردوس نظروف ورزشکار است که اکثریت حریفای خود توسط سبمیشن شکست داده و یک سبمیشنست بسیار خوب است و همچنان بسیار بوکسر خطرناک است و دیده شده که در نهایت سهیل پیروز خواهد شد و یا هم فردوس نظروف. میبینیم بایو ورزشکارا را. خب قسمی که در تصویر تماشا میکنن، سهیل حسنزاده 22 سال سن داره، 185 سانتی قدش است، در وزن 68 کیلوگرم رقابت میکنه. حریفش فردوس نظروف 24 سال سن داره، 175 سانتی قدش است و همچنان در وزن 68 کیلوگرم باید رقابت بکنه. هر دویشان هم گراوند گیم دارن و هم دست پایکار هستن. یک مسابقه بسیار خوب، هیجانی، پرشور و عالی را خواهیم داشت و اولین ورزشکار که تا لحظات دیگر باید وارد کیج شوه و وارد ورزشگاه سازمان SLFC شوه، او هست فردوس نظروف. Обычная семья, простой парень с района, он сам по себе, у него свои законы. Бля, да, трансфер Фердаус Назаров, брат, там уже омекрин, вардиш короке. بدن زیبا داره، ریکارد عالی در سازمان‌های مختلف بین المللی داره، مثل سازمان ACB که یکی از بزرگترین سازمان‌های دنیا هست و شما به اسم و نام و نشان سازمان ACB قطعا آشنایی دارین و در ACB پیروزی هم داره، حرفای زیاد را شکست داده، 5 پیروزی و 3 شکست را تجربه کرده. پدرش کسی است که رئیس MMA تاجیکستان است و کلن از تجارب زیاد و فوق‌العاده برخوردار است فردوس نظروف و استاد فرهاد زاهب چهره او را آماده ساخت تا در برابر حریفش آماده باشه و چیز خاص را به صورت ورزشکارا مسئولین برگزاری سازمان چرب میکنه تا از پارگی و کفیدگی صورت ورزشکار کاسته شوه و کم شوه پارگی. نوبت میرسه به کسی که باید وارد ورزشگاه شوه، حریف ای ورزشکار است و او هست احمد سهیل حسنزاده. وطن بر جلال و بشان قسم، و پاکی رود روان قسم، با کوه و با دشت و با دامان تو، با مرغ بلند و شیان قسم. و احمد سهیل حسنزاده
با پرچم سرنگ افغانستان وارد ورزشگاه میشه. ورزشکار بسیار جسور، بسیار همچنان با شهامت و ورزشکاری که زیاد تجربه البته در ام ام ای نداره، اما نسبت به حریفش البته، اما بسیار زیاد با انگیزه است، بسیار با جرأت است. و ببینیم که در برابر یکی از با تجربه ترین فری فایترهای تاجیک چگونه مبارزه خواهد کرد. احمد سوهیل حسنزاده رقابت های زیاد را در ام ام ای انجام داده که تنها 4 مسابقه ثبت ریکارد های البته سایت جهانی شده که 3 پیروزی در کارنامه‌اش است و در نهایت گراوند گیم بسیار خوب دارد، دست پای کار خوب هم هست و کلن سبک و مسابقه هر دو ورزشکار مشابهت های زیاده با هم دارند. چهره او را مسئولین برگزاری سازمان آماده می سازه و تا لحظات دیگر اولین رقابت را میان سهیل حسنزاده و همچنان فردوس نظرو دو بهترین ام ام ای افغانستان شاهد خواهید بود. و یک التجای خاص و خداوند وارد کیج میشه و حال نوبت میرسه به معرفی رسمی ورزشکارها که او را همکار عزیزم امان الله نورستانی به شما انجام میده. خانم ها و آقایان، خوش آمدید به مبارزات آزاد حرفه‌ای بین المللی فقط در دور پنجم شب نوار. درخواست از کارنر سفید، این مبارز با رکارد 4 برد 8 باخت در رشته ام ام ای با قد 186 سانتی متر در وزن 68 کیلوگرام به نمایندگی از کلاب نخبگان از ولایت کابل احمد سهیل حسن زاده. و حریفش از کارنر سیاه، این مبارز با ریکارد 5 برد 3 باخت در رشته ام ام ای با قد 175 سانتی متر و در وزن 68 کیلوگرام و نمایندگی از دوشنبه تاجیکستان فردوس د کیلر نظروف. این مسابقه 3 راوند 5 دقیقه‌ای می باشه و داور مرکزی این مسابقه می باشه استاد یوسف مومن. تمام قوانین براتون گفته شده، فاول نمیزنین، متوجه صدای ما میباشین، از بالا آرن نمیزنین، دستتون فقرات ضربه نمیزنین، چانس خوب دست بدین. خب تا لحظات دیگر، تا ثانیه های دیگر با قضاوت استاد یوسف مومند راوند اول مسابقه میان احمد سوهیل حسنزاده و همچنان فردوس نظروف باید آغاز شد که آغاز میشه. از همین لحظه به بعد شاهد یکی از جذابترین رقابت های ام ای هستیم. لکیک یا لوکیک از طرف فردوس نظروف، بکیک بکیک خیلی خطرناک، عالی کار میکنه، چی یک مغول بکیک میزنه فردوس نظروف. اما نورستانی رئیس عملیاتی سازمان اسنفتی هم با ما است، رفت و پا انجام میشه و فردوس نظروف بسیار با تجربه کار میکنه در لحظه. خیلی مقبول کار میکنه. شما میبینین که احمد سهیل حسنزاده در حالت دفاعی قرار داره و فردوس نظروف میخواد که فعلا حالت بهتر بیایه. کوشش های سب میشن کناکامان، فعلا در هفت گارد سهیل حسنزاده میباشه فردوس نظروف. بسیار با تجربه از فردوس نظروف و تک داون که داشت فعلا میخواد کنترل مسابقه را در دست داشته باشه و از این لحظه به بعد خطر سهیل را تهدید میکنه و باید از این حالت خود بکشه. زبی جان من فکر میکنم اون بکه که خورد، اون بکه خیلی قوی بود، فکر میکنم که سهیل یک کمی اوگارم شد و کمی ورخطا هم شد بعد از اون ملغه. بله و خطرناک میکیک دوباره سهیل البوم میزنه، اوکن اپلیکت باریشا از طرف سهیل و آرنج بسیار خوب میکیک دفاع میشه از طرف نظروف، عالی کار میکنه سهیل فعلا. او البوی خوب از طرف سهیل حسنزاده، بهترین کار ممکن را سهیل انجام داد. حالا تیک داون میخواد سهیل انجام بده اما فردوس نظروف ببینیم که این کار خیلی خوب، پایگیری عالی، عالی کار میکنه و تیک داون عالی، عالی کار میکنه احمد سهیل حسنزاده ورزشکار شایسته ام ام ای افغانستان
الگویی که به شکل بالا به صورت عریف میخواست بزنه. شما دیدین که حسن زاده کوشش کرد که گنده را یا میره در روی فردوس نصرف بزنه خو ناکامان. فعلا نبرد خیلی خوب روان است، خیلی تکنیکی پیش میره اردویشان. معلوم میشه که اردویشان خیلی خوب مبارزه میکنه و من فکر میکنم که این مسابقه زود اختتام نخواهد یافت. من فکر میکنم این مسابقه سه راوند است. شما چی فکر میکنید؟ و پیش بینی سخت است. به هر صورت تجربه فردوس نظروف 4 سال بیشتر است نسبت به سهیل حسن‌زاده. اگر ما ریکوردهای ورزشکاران رو ببینیم، اولین مسابقه فردوس سال 2012 بوده، در شرایط که اولین مسابقه سهیل برمیگرده به سال 2016. اگرچه از لحاظ تجربه ورزشکارا در حالت نامتعادل هستند، یعنی برابر نیستن. حالا ریر نکچوک ببینیم بسته میشه یا نه. هنوز بسته نتونسته. یک لحظه نزدیک بود که ریر نکچوک بسته بکنه احمد سهیل حسن زاده. بله، تکنیکشان شما دیدین که بسیار خوب دفاع کرد ریر نکچوک. البته ریر نکچوک هیچ وقت در او حالت که فردوس نظروف بود با او دفاعی که او داشت بسته شدنش امکاناتش خیلی کم بود. خب بازم شما میبینین گرچه بک کنترول حسن زاده داره، خب باز هم از اونمو حالته که یا قرار دارن مشتاره برویش میزنن فردوس نظروف. این نشان میده که چقدر برجسته هستن سر کار خود اردو فایتر. البته بله، و همچنان کنترل مسابقه را میخواید در اختیار داشته باشه سهیل. آکن خوب بازم میخواید ریر نکه چوک را بسته بکنه. تا بال موفق نشده ولی از تجربه زیاد بالا برخورداره. چشم چپ فردوس نظروف پاره شده. حالا دیگه گرفته، حالا دیگه گرفته و نه باز تکمیل نیست. ببینید شما یک هوک یا میتوانه، اما هوک اول که از چنگ اول میتونن که زیر گردنشان پرتخو نمیتونه، دست دیگه خود بکشه و چنگ دوم محکم کنه تا که تپ اوت کنه. و این نماینگر دفاع خیلی خوب جوجیتسو فردوس نظروف می باشه. 3-4 دفعه کوشش کرد حسن زاده که ریر نیک چوک بگیره خو نتوانست. باز هم نبرد خیلی مقبول. فعلا در کنترل مسابقه سهیل حسن زاده معلوم میشه. بسیار عالی. ما این لحظه را که میبینیم به یاد مسابقه سیار بادرزاده با حریف برازیلیش میفتم که حریفش بسیار عالی. خب حالا کنهای خطرناک. بسیار عالی، بسیار عالی. و همچنان قسمی که میبینین آکن مشت دیگر راست، آکن چپ. باید فردوس نظروف از این حالت هر چی زودتر بتوانه که خود بکشه، چون این حالت خطرناک. حالا دیگه بسته شد و در این لحظات ببینیم که چی اتفاق خواهد. خیلی نزدیک بود ریر نکچوک. باز هم دفاع خیلی خوب. یا فکر میکنم که حسن زاده نتوانیست که زور زیاد بزنه سر امی دوم هک یا چنگی که بسته کرده بودن زیر گردنشان. یا من چون دیده نتانیستم درست، یا فکر میکنم خیلی خوب دفاع کردن. دفاعش فوق‌العاده بود. بله. و راوند به پایان میرسه. در لحظات آفرین به سهیل حسن زاده در برابر یکی از بهترین های ام ام ای تاجیکستان. راوند اول را از خود میسازه و این نماینده سطح بالای ام ام ای افغانستان است. به هر صورت پدر فردوس نظروف کوچ است و رئیس فدراسیون ام ام ای تاجیکستان هم است. راوند اول چطور بود نورستانی عزیز؟ راوند اول خیلی خوب بود. من فکر میکنم غیر از یک چند تا مشتایی که در روی حسن زاده فردوس زد و یک بک خیلی مقبول و بعد از او یک تیک داون داشت، زیادتر مسابقه البته کنترلش در دست حسن زاده بود. حسن زاده هم امروز نشان میده که او هم کم از کسی دیگه نیست. دقیقاً. و به هر صورتش تا لحظات دیگر راوند دوم مسابقه باید آغاز شد. قطعاً این راوند روحیه خواهد داد برای سهیل حسن زاده و سهیل را جسورتر و با همتر خواهد ساخت تا بتونه در راوند دوم هم عمل کرده بسیار خوب و عالی داشته باشه. و سهیل نشان داد که هم در گراوند گیم و هم در بخش ایستاده میتونه که با حریفش فایت داشته باشه. بله، کم وقت مانده تا که یک دقیقه دوباره. فعلا پولاد نظروف که هست میبینه که اگر زیاد آگاه نشده باشن دکترها چک میکنن آیا فردوس میتونه که مسابقه را پیش ببره یا خیر. به این خاطر یک وقفه که شما میبینین هست. بله، بر تمام و احمد سهیل حسن زاده برنده مسابقه شناخته میشه. و پولاد نظروف مربی فردوس نظروف مسابقه را نمیخواد که پسرش ادامه بده. در هر صورت
و برنده مسابقه احمد سوهیل حسن‌زاده شناخته میشه. ورزشکاری که کمتر کس پیشبینی میکرد که برنده شود، اما دانست که از بهترین های ام‌ام‌ای تاجیکستان ببره. فردوس برای پدرش قهر است. پدرش بالاخره نظر داد به فردوس که باید مسابقه نکنه، چون میدانست که در آن دوم قطعا سوهیل بالای از او به گفته ما شما چربی خواهد کرد. پرچم سرنگ افغانستان را بالایش تجده میکنه و خوشحال است از اینکه تانستن نمایندگی خوب برای ام‌ام‌ای افغانستان بکنه. و احمد سوهیل حسن‌زاده واقعا عالی کار کرد و فوق‌العاده کار کرد. اشکهای خوشی او را ببینین. تانست که یکی از بهترین لحظات زندگیش رقم بزنه. عالی کار میکنه احمد سوهیل حسن‌زاده. به هر صورت خوبی است که مربی فردوس، خود مربی فردوس که پدرش میشه، نخواست که فردوس مسابقه را ادامه بده و این کدام مسئله را یا نه کدام حرف حدیث را در پی نخواهد داشت و قطعا پیروزی شیرین و عالی به نام سوهیل به ثبت رسید. نوبت میرسه به اعلام نتیجه که او را آنلاین نورستانی باید انجام بده. خانم ها و آقایان، بعد از راوند اول فردوس نظروف که حریف حسن‌زاده می باشند نتوانست به دلیلی که چشمشان پاره شده بود مسابقه را ادامه بدهند. استاد یوسف مومند مسابقه را ساد میکنه و برنده شما را اعلان میکنه. برنده شما است احمد سوهیل حسن‌زاده. لحظات برتر مسابقه آماده نشر است. بیاییم گپ بزنیم همراه با احمد سوهیل حسن‌زاده. احمد سوهیل حسن‌زاده، شما گفتین که من مسابقه را در راوند اول تمام میکنم و اونم رقم هم امروز ما شاهد از اونم گپ بودیم. چی احساس میکنین و چقدر این برد بر شما مهم است؟ امروز دو مسابقه تانست شب نبرد، میتوانید که ببینینده های عزیز ما یک چند سخن بگوین در مورد مسابقه و تمریناتتان. سلام به شما، سلام به مردم غیور افغانستان که واقعا به ما دعا کردن و یه ریف و مره میگفت تو افغان هستی نمیتونی فایت کرد، برش نشان دادم که درستی فایت کردی، افغان است، تا فعلا مشت افغانه. گفتم مشتم در کنفرانس نخوردی، او خودتو فکر میگه بیخی سر منش خندی میگه یا نه مفتیش فایتر نیستی. و این مسابقه ما به مردم، به شهدایی که در کلاب شهید شدن، به فامیل های از و توفا میتونم و به جنرال صاحب رازق که واقعا جگرم زیاد خون بود توفا شهید شده بود، به فامیلشان، به شهدای افغانستان، به مردم افغانستان این مسابقه ما تبریکی میتونم. بعضی کسا گفته بود که سوهیل حسن‌زاده مسابقه را میبازه، اما ما تا فعلا ما به زور بازی خود پیش رفتیم و تشکری میکنم از استادای، از شما رئیس، از کوکامان رستانی، از تلویزیون طلوع که با ما همچه مسابقات مسایی ساختن. تشکر بسیار زیاد. برنده مسابقه احمد سوهیل حسن‌زاده. دوستای عزیز با ما باشیم، برمیگردیم بعد از یک وقفه کوتاه. بازم خوش آمدید. دیدین که احمد سوهیل حسن‌زاده چگونه در برابر فردوس نظروف به پیروزی رسید. به هر صورت تبریک میگم به سوهیل و علاقمندایش. خود داخل رنگ بودی، چی اتفاق افتاد؟ از نزدیک
بیشتر میتونستی که پلی آمد داخل رنگ بود و مکت استاد مومن گپ زدم. استاد مومن گفت چون که پاره شده بود چشمشان و واد دید درست نداشتن، به این خاطر استاد مومن از پیشان پرسان کرد که شما میتونین که ادامه بتین. خود فایتر گفت که نه، من نمیتونم که ادامه بدم و کوچشان هم گفتن. یک کم جنجال سرزی بود که کوچشان دعوا داشتن که احمد سهیل حسن زاده البته ایره با کلک زدن. خب ما و شما هم البته کدامت رو یک فاول ندیدیم. بله خیلی خوب درخشید. راوند اول کاملا دست سهیل حسن زاده بود و تبریک میگم به سهیل حسن زاده و یک چانس خوب میخوایم برای فردوس نظروف در مسابقات بعدیش در شب نبرد. بله و تا لحظات دیگه دلاور دولتوف از تاجیکستان که او هم یکی از بهترین های ام‌ام‌ای تاجیکستان است باید در برابر عبدالاحمد فاروقی رقابت داشته باشه. فاروقی هم بهترین است، دولتوف هم بهترین است و دیده شده که کدامشان از تجارب خود استفاده کرده برنده این مسابقه شناخته میشه. بله احمد، عبدالاحمد فاروقی یا عبدالاحد فاروقی هر دو نام یاد میشن، خیلی خوب یک کشتیگیر خیلی خوب هستن. زیادتر مردم میگفتن که یا ساده پای کار کردن نمیتونن، خب باز هم شش ماه میشه رد درد یا تمرینات مویتای خود کردن و فکر میکنم که از او عبدالاحد فاروقی که شش ماه پیش بود ای عبدالاحمد فاروقی خوبتر و بهتر است. ببینیم که ای عبدالاحد فاروقی در مقابل دلاور دولتوف این مسابقه به چی گونه اختتام میرسه. باز هم ما یک بسته تصویری داریم، میریم با هم میبینیم بسته تصویری را، بسته تصویری از عبدالاحمد فاروقی و از دلاور دولتوف میباشه. بسته تصویری آمده است. به نام یاد خدا با عرض سلام، عبدالاحمد فاروقی هستم، 23 سن دارم، از افغانستان، از ولایت میدان وردک، ولسوالی جلریز. در دور دوم شب نبرد در سه عمل در مقابل عبدالمصابر نبرد قرار گرفت از اون خوشبختانه در راند اول به نتیجه تیکیو شکست شد. ما معمولا هم کشتی میکنم و همچنان بوکس مویتای پیش میبرم. حریفم دلاور دولتوف از کشور تاجیکستان که یک فایتر خیلی عالی است که سه مسابقه در سازمان ACD انجام داده. سلام علیکم، من دلاور دولتوف هستم، از جمهوری تاجیکستان، 25 ساله هستم. من طول 6 سال بود در همین ورزش تمرین میکنم، 4 و 3 ریکارد دارم. عبدالاحمد یک فایتر خوب است، ما فایتش ندیدم و امید داریم که فایت خوب میگذرونیم. عبدالاحمد تو هم زحمت بسیار کشیدی، من هم زحمت بسیار کشیدم، یا هر دومون یک فایت خوب نشان دهیم. من افغان هستم، نه تاجیک هستم نه روس، میخوایم غیرت افغانی رو برات نشان بدم، توانای افغان رو نشان بدم برات که افغان یعنی چی؟ خیلی یک ویدیوی جالب شما دیدین، هر دو مبارز عبدالاحمد فاروقی را و همچنان دلاور دولتوف و البته دلاور دولتوف یکی از خوبترین فایترهای ام‌ام‌ای در تاجیکستان می باشه و مسابقات خود در سازمانهای خیلی کلان مثل ACB واره هم انجام داده. خوب مشت قوی داره زبیجان، من امسوب کردشان یک ذره شوخی کردم یک مشت دل من زدن تا بال دردش مانده. من دیگه توبه مکت ازی بچه ها، مکت ازی ها شوخی نمی کنم. و حتی در سازمان ابسولوت چمپینشپ برکات که در گروزنی روسیه موقعیت داره تانسته پیروز شود دلاور دولتوف. به هر صورت بایای ورزشکارا آماده است، با هم تماشا میکنیم. خب تا لحظات دیگه هر دو ورزشکار باید وارد قفس سازمان SLFC شود. دلاور دولتوف کسی است که از سال 2014 به این طرف پروفشنال MMA میکنه، یعنی MMA را به شکل حرفه‌ای در سازمان های بزرگ آغاز کرده و عبدالاحمد فاروقی یا عبدالاحد فاروقی از سال 2015 به این طرف
رقابت میکنم. در سمت راست عبدالرحمت فاروقی، در سمت چپ دلاور دولتوف. و با مشخصاتی که شما در تصویر میبینین، ورزشکارا باید در برابر هم قرار بگیره. این مسابقه در وزن 68 کیلوگرم باید انجام شود. قد عبدالرحمت فاروقی 5 سانتی بیشتر است نسبت به حریفش. و تا لحظات دیگر، به خاطر که افغانستان میزبانی رقابت هاست، به خاطر میزبانی اول باید ورزشکار یعنی مهمان وارد ورزشگاه شود. نوبت میرسه به کسی که باید وارد ورزشگاه شود، او هست دلاور دولتوف. قسمی که در تصویر تماشا میکنین، دلاور دولتوف، ورزشکار که 3 پیروزی و 3 شکست را در مسابقات حرفه‌ای در کارنامه داره، نمایندگی میکنه از کشور همسایه ما تاجیکستان در سازمان SLFC یا Snow Leopard Fighting Championship یا سازمان مبارزات آزاد پلنگ برفی. و خوشخبری دیگه ای از برای ورزشکارای عزیز که تمامی ریکاردهایی که ورزشکارا در هر مسابقه که انجام میتن با ذره ذره معلومات هم در تپالوجی و هم در شیرداک ثبت میشه، دو سایت معتبر جهانی که برای MMA است و قطعا برای ورزشکارا یک دستاورد کلان میتونه باشه. و همین ریکاردها میتونه که ورزشکارای افغانستان را به بهترین سازمانهای جهان راهنمایی بکنه و برسونه. خود سازمان SLFC هم پلان داره که برنامه بسیار بزرگ و کلان را در آینده داشته باشه که شما یکی از او پلان‌ها و برنامه‌ها را شاهد هستین به شکل زنده لایف و مستقیم از طلو، لمر، آرمان و اراکوزیا. مسئولین برگزاری سازمان SLFC دلاور دولتوف را آماده می‌سازد تا وارد کیج SLFC شود در شب نبرد پنجم. و نوبت میرسه به ورزشکار از افغانستان که باید وارد ورزشگاه شود، او هست عبدالرحمت فاروقی. نفس و ورزش دوست و ورزشگاه. نوبت میرسه به معرفی رسمی ورزشکارا که او را امان الله نورستانی انجام میتن. خانم ها و آقایان، این از مسابقه دوم لایو از تلویزیون جهانی طلو و نمد. و در نخست از کورنر سفید، این مبارز با رکورد 3 برد و هیچ باخت در رشته MMA با قد 180 سانتی متر در وزن 68 کیلوگرم برنمایندگی است لابه اقاب از ولایت کابل، عبدالرحمت فاروقی. واریفش از کورنر سیاه، این مبارز با رکورد 4 برد و 3 باخت در رشته MMA با قد 178 سانتی متر در وزن 68 کیلوگرم برنمایندگی از کشور تاجیکستان، دلاور آریایی دولتو. این مسابقه 3 راوند 5 دقیقه‌ای می باشه و داور مرکزی این مسابقه جمشید قیوموف. سخنهای مرا گوش میکنیم در وقتی فایت، اما در پشت سر در سنوره کار نمیکنیم. فهمیدو مشت موفقیت. و تا لحظات دیگر با قضاوت جمشید قیوموف داور تاجیکی این مسابقه باید آغاز شود. دلاور دولتوف در برابر این چهره یعنی عبدالرحمت فاروقی باید رقابت شد رسما آغاز بکنه که آغاز میکنه. یک بوکسر بسیار خطرناک است دلاور دولتوف، باید مواظب بوکس های حریف باشد چون اولین مسابقه که دولتوف داشته با ضربات پنچز یا بوکس حریفا ناکاوت کرده. حتی در سازمان ACB یا Absolute Championship برکات هم مسابقه داشته دلاور دولتوف.
واقعا SLFC در دور شب نبرد پنجم یک فایت کارت عالی را درست کرده و میتونیم بگویم که یکی از بهترین فایت کارت های تاریخی SLFC است. بله زبی جان، ما کوشش میکنیم که فایت ها خوبتر و جالبتر شود و فایت هایی که میاد افغانستان قوی باشند، به خاطر از اینکه اگر فایت های قوی در افغانستان نمیاد سطح ورزش بلند رفته نمیتونه. ما میبینیم که مسابقه بسیار محتاطانه پیش میره، گرچه عبدالاحمد فاروقی یک چند لغت میزنه خو لغت هایشان البته در هدف نمیشینه و موثر نبوده. یک لو کیک رایت لفت از طرف دولتوف خیلی خوب دوتا مشت. بله ما پیشتر گفتم که باید مواظب بوکس های حریف باشه. عبدالاحمد فاروقی دولتوف پوزیشن و استایل خاص خودش داره. رفت پا کشتگیری بسیار خوب است عبدالاحمد. بله نتیجه نمیته. بله و اگر شما ببینید که استانس خود یا گارد خود تغییر میته، اول در گارد پای چپشان راست بود، حالا در گارد پای راست خود استاد هستن که مشکل میشه به یک حریف که بفهمند که یا کدام تکنیک سرتان میایه که به مقابل شما یک ضد حمله را تیار کنیم. پس ایام یک فایتر تجربه کار البته میتونه که گاردای خود به وقت زودی و به وقت خوب تغییر بده. بله گارد بسیار بسته و جمع داره دلاور دولتوف و زدن مشت به این ورزشکار کمک سخت به نظر میرسه. این طرف پوشن کیک یا فرانت کیک را انجام میکنه عبدالاحمد فاروقی با لباس سفید و با لوگوی مخصوص پلنگ برفی. بله چقدر مقبول. دولتوف در پرس کانفرانس گفته بود که من مشت نمیذارم و من مسابقه را در زمین میبرم. شما دیدین اولین حمله ایشان که بود مشت دست راست و چپ بود و خیلی خوب اردو مشتا در روی فاروقی خورد و البته پوینت هم گرفته. باز ببینیم که کوشش تیک داون عبدالاحد فاروقی پایید و فعلا دولتوف در نیمه کنترل نخیر خیستن. یک زانوی خیلی عالی در وقت خیستن دولتوف زد. دیده میشه که خیلی تجربه کار است دولتوف. سینگل لگ تیک داون عبدالاحد فاروقی باید متوجه باشه و سکیج نگیره، به خاطر از اینکه اگر این فاولا را یا تکرار کنه باز داور میتونه که مسابقه را استارت کنه. باز هم آرنجای خوب در روی دولتوف از بغل. بله از این حالت را که ما شما میبینیم حالت است که به کنج کیج حریف برده و فرار کردن از این حالت بسیار زیاد تجربه میخواه. فعلا تجربه دولتوف را میبینیم که در یعنی لحظات زیاد را است که فعلا وقت تلف کرده میره و به می منوال پیش میره. میخواه که تیک داون را انجام بده بالای حریف. سنگل لگ تیک داون میگه یه حرکت ها کمر حریف را گرفته. نیکه که خوب و حالا دیگه دور میشه ورزشکارا و باز هم مواظب بوکس های حریف تاجیکی باید باشه عبدالاحمد فاروقی و فاروقی باید هر چه زودتر مسابقه را به زمین یا گراوند ببره، به خاطر که در ایستاده اگر به می شکل بره مفکر میکنم برش خوب نخواد بود. بله ما تبصره سر ازی هم کردیم که عبدالاحد فاروقی کشتیگیر است و رشته اصلیش کشتی است و کوشش باید بکنن که اگر میخواین که مسابقه را یک ذره به دست خود بیارن مسابقه باید از زمین بره. شما میتونین که ببینین که مشتایشان شل هست، مشتایشان ضربه نداره و نه سرعت داره. بله بسیار خوب یک لغت در پای همزمان در پای عبدالاحد فاروقی یا عبدالاحمد فاروقی. من همیشه چون که دو تا نام داره من همیشه کنفیوز میشم که چی بگویم ایشانه. خب نام تذکیره ایشان عبدالاحمد فاروقی است. خب یک اپرکات میخواد گلیتین بگیره حریفا. بسیار خطرناک مشت و بوکس کران راست خطرناک بود. دولتوف خیلی آرام ساتیر میکنه. شما ببینید که اعتماد به نفسشان خیلی زیاد است و بسیار حساس پیش میرن. عبدالاحد فاروقی فعلا در انگلیسی میگه در بک فوت یا در پای پشت هستن یا در گریز هستن و خوب یک لقه چپ و راست. باز هم ببینین راست و چپ البته هوک چپ خطرناک بله. طرف دولتوف به صورت فاروقی زده شد. میخواید تیک داون انجام بده. بیشتر گفتم که فاروقی یک اشتباه کلان را فعلا انجام داده را ایست. اوی است که مسابقه را سر پا ادامه میتابا که در برابر از او بوکس زدن کار بسیار دشوار و سخت است. راوند اول قطعا دلار بله. دولتوف برنده شده. بله راوند اول
دلاور دولتوف برنده شده و عبدالاحد فاروقی اگر میخواهد که این مسابقه را ببره باید استراتژی را تغییر بده، باید کوچهایشان برشان بگوید که سالهای کتشان جنگ نکو و کوشش کو اگر مسابقه را میخواهی ببری در زمین باید بری همراهش، به خاطر اینکه تا بال دولتوف در زمین نرفته که عبدالاحد فاروقی و شاید یک چانس باشه بر عبدالاحد فاروقی که مسابقه را در زمین یک کم پوینت بر خود در راوند دو بگیره. ما یک شوخی میخوایم که دامون دوستانی داشته باشم، پیشتر از بانش دارم اد که ورزشکارا بسیار خوب ساتری میکنن. اینه به خاطر از این گفت ما هم در کرکت آل راوندر هستم، خود شما آل راوندر هست و پیشتر در کرکت این لفظ ساتری استفاده زیادتر باشه. بیاین هایلایت ها را میبینیم، هایلایت های مسابقه را. ببینید شما که خیلی یک مشت خوبی بود و در حالت رد بدل تکنیک خورد نامتعادل شده بود. بله امیر عبدالاحد فاروقی چپه شده زیر این مشت. باز هم میبینین که خیلی شما ببینین چقدر دقیق هستن سر زده حمله خود دولتوف. بله جمشید قیوموف داور بین المللی تاجیکستان، کسی که حتی در ریسیبی قضاوت داشته، بسیار با تجربه است، بسیار کورسای کلان را سازماندهی و مدیریت میکنه، خودش داور تربیت میکنه، این مسابقه را قضاوت میکنه بر سومین بار است که آمده افغانستان و راوند دوم از این لحظه به بعد آغاز میشه میان دلاور دولتوف از تاجیکستان و همچنان عبدالاحمد فاروقی از افغانستان. دلاور دولتوف خیلی آرام معلوم میشه، شما ببینید این خونسردیش باعث میشه که تمرکز زیاد داشته باشه. بله و نورستانی صاحب عبدالاحمد باید نمی تمرکزش از بین ببره. عبدالاحد فاروقی باید یک کار بکنه که او کار برشان نتیجه گیر باشه. من فکر نمی کنم که در این حالت قطرت به بدل مشت و لغت یا می توانه که مسابقه را ببره. بله بازم اون اشتباهی که پیشتر گفتم تکرار میکنه عبدالاحمد فاروقی. من نمی فهم که چرا تا بال من کدام رفت خاصه ندیدیم از عبدالاحد فاروقی را. خیلی خوب رفت داره عبدالاحد فاروقی. یکان دفعه من کتش تمرین میکنم در جمعیت SLFC و من میبینم که خیلی عالی کار میکنن در جوجیتسو هم و همچنان در کشتی هم. تا هنوز البته همه حملاتی که بود او از طرف دولتوف بود و هیچ رفت پهلوانی را ما تا بال از یک پهلوانی که گوشایش هم میده است ندیده. بسیار مدلکی عالی و یک چیزی که بسیار جالب است با مایی است که هیچ وقت یک کشتیگیر یک بکسر را بکسر نمیتونه در جریان مسابقه MMA و به هر صورت یک حرکت داشت در راوند اول. یک تایم اوت جمشید قیوموف که هست مسابقه را توقف میته و فکر میکنم که اینجا یک فاول صورت گرفت، فاول از طریق فاروقی بود. بله ما پیشترم گفتم یک دفعه دیگه هم در راوند اول یاز پنجره گرفته بودن و باز اون امور تکرار کرد به خاطر از یک پوینتشان جمشید قیوموف منفی کرد. این خوب نیست به خاطر از اینکه یک پوینت از دست دادن خیلی کلان گپ از در تصمیم یک مسابقه که خدا نزدیک ساخته میره حریف عبدالاحمد فاروقی و فاروقی تجربه بوکس کم داره. بهترین کاری است که تک داون کنه، رفت پا بکنه، لکیکش شیما زیاد نداشت، باید خیلی محکم لکیک بزنه، اگر نمیشه باید گارد چنج کنه. میدل کیک گرد راست بسیار سریع عمل میکنه دلاور دولتوف، واقعا با تجربه ظاهر میشه. این طرف فاروقی راوند دوم در حال از دست دادن است. های کیک دفاع میشه، میدل کیک به کنج کیج میبره حریفه. سینگل لگ تیک داون یا رفت یک پایر شما میبینین دولتوف توانیست که فاروقی در زمین ببره. خب هنوز حاکم نیستن سر این یک فاول بود، باید پشت گردن یا پشت سر به او صورت آرنج نخوره. باز هم تذکر داده میشه، ببینین که جمشید بار بار تذکر میده فاروقی را و اگر فاروقی تکرار از این فاولا را بکنه جمشید قیوموف حق ازی را داره که مسابقه را استاد کنه. بله و دیسکوالیفیکیشن که اصلا باز به باختشان تمام میشه. بله کوشش فکر نمی کنم کوشش خوبی گیوتین است. میبینیم که دلاور توانیست که از او گارد برای فعلا هاف گارد
عبدالاحمد فاروقی است. عبدالاحمد فاروقی فقط دستایشان گرفته و کوشش میکنه که خود نگاه کنه که مشت نخوره از بالا. باز هم یک البوی خوب عبدالاحمد فاروقی در این حالتی که است، این حالت خوبی نیست برش. باز هم البو، دو تا البوی خیلی خطرناک در رویشان. سنگل لگ کیک داون میخواد انجام بده. این کار خوب است عبدالاحمد، میتونه که کار بالاخره انجام بده. گیلوتین، گیلوتین نه بسته نمیشه. خیلی شیما میخواد، خیلی انرژی میخواد. بلند کردن یک ورزش کار در شرایط که یک راوند مکمل را بازی کرده باشیم. بله، امی چند ثانیه آخری که تیر شد تولاتوف نشان داد که او یک کشتیگیر خیلی خوب هم است. به خاطر از اینکه سینگل لگ تیک داون کوشش میکرد عبدالاحد فاروقی، نمیفهم که چی میخواد بگوید. گیت شده، گیت شده، من فکر میکنم گیت شده. بسیار البوی خطرناک. بله، فکر میکنم که حالت عبدالاحمد فاروقی خوب نیست. نمیفهمم که جمشید قیومی، من فکر میکنم متوجه نشده. بله، اگر متوجه میشد شاید حال مسابقه را شاید پایان یافته اعلام میکرد. یک آرنج بسیار خطرناک زد دلاور دولتوف به صورت عبدالاحمد فاروقی. من چون خودت دیدی آنه انگلستانی عزیز، نمیفهمم، من دقیق متوجه نشدم. خب نمیفهمم که چرا چرا اگر جمشید قیومی مسابقه را استاد میکنه یا یک بریک میگیرد داخل مسابقه، او باید یا از فاول میبود قانونی بله و یا مسابقه را باید استاد میکرد و در او وقت استاد میکرد که برنده یا بازنده مشخص میشد. بله، یک رقم من ایفم بسیار با تجربه است. خب یک حرکت عجیب از طرف داور دیدیم. اینجا عبدالرحمن خواست نفس بگیره. خلاص نمیفهم. خب بعدا فعلا ما در کامنتری باکس هستیم. نمیفهم که داخل رینگ چی میگذره. فکر میکنم که جمشید قیوموف یک داور خیلی تجربه کار است و او بهتر درک میکنه که در داخل رینگ چی میگذره. پس آنتر باز پرسان میکنیم که در مورد زنمو وقفه که آمد و وقفه چرا بود. خب باز هم من فکر میکنم راوند دوم هم دولتوف پیش است. ثانیه های آخر راوند دوم مشت میزنه، راوند دوم تمام میشه. بله، اما هوشیاری و زیرکی عبدالاحمد فاروقی بود در 30 ثانیه باقی مانده به ختم راوند دوم که مسابقه را خودش به یک نوع رها کرد و نفس گرفت. داور متوجه نشد، داور متوجه نشد. لحاظ در امیمه نیز بالاخره. بله، فکر میکنم که داور به خاطر از این استاد کرد باز مسابقه را، چون که از کیج میگرفتن و تذکر برشان داده شد، تذکر آخر بود. اگر یک فاول دیگه هر نوع فاول باشه فاروقی انجام بده، این مسابقه را باز دیسکوالیفیکیشن میکنن. بیاین ببینین که هایلایت ها را شما ببینین که اینمی فاول است که احمد فاروقی میزنه و تذکرشان جمشید قیوموف میده. البته ای او ساتری پاک نیست که ما زیادتر میبینیم، چون که دو دفعه از کیج گرفته شد، البو در پشت گردن خورد. عبدالاحد فاروقی باید خیلی متوجه باشه که واچی میکنن و اینطور کارهای و فاول های انجام دادن خوب نیست با مسابقه های MMA. و جمشید قیوموف فکر میکنم که در سر موضوعات استاد است و میفهمه و اختار خودم داده، تذکر خودم داده، یک نمره کم هم شده و بعد از اگر کدام فاول صورت میگیرم مسابقه را فاروقی میبازم. بله، در استعداد و خلاقیت جمشید قیوموف شک نیست. راوند سوم از این لحظه به بعد باید آغاز شود و دلاور دولتوف در برابر حریفش باید رقابت شد آغاز بکنه که آغاز کرده. ثانیه های ابتدایی راوند سوم است، آخرین راوند مسابقه است. عبدالاحد دو راوند از دست داده. این راوند هم باید یا ناکاوت کنه در سب میشن ببره، دیگه هیچ راهی نداره عبدالاحمد. بله، و چیزی که من میبینم فکر میکنم که یک کار خیلی مشکل است که از اینجا فاروقی بتوانه که دولتو و ناکاوت کنه، چون که شیمیشان هم نیست. شما میبینین که دانشان واز است و نفس میگیرن و شیمیشان هم کم شده، انرژیشان هم کم شده و فعلا کل حملات که هست از طریق دولتو صورت میگیره. باز هم لوکیک خیلی خوب، جسور و بسیار با انگیزه رقابت پیش میبره. اکنون راست همین کارا باید زیاد
انجام بده. حالا که تصمیم گرفته که یک کشتیگیر بکسر شده باید سم سعی دیگه بکسر شده. شما میبینید که دولتوف خیلی خوب موفمنت داره، البته از یک بغل به دیگه بغل برآمدشان خیلی خوب است و رقص پایی که میکنن خیلی متوجه کارهای خود فاروقی میباشه و فاروقی فکر میکنم که باید یک تصمیم جدی بگیره، بگویه که یا میبرم این مسابقه را یا میوازم و یک کار بکنه، اگر نه این مسابقه را از دست داده. از دست داده. خیلی خوب درخشیده در راوند اول و راوند دو. دلاور دولتوف ساید کیک خیلی مقبول. ما فکر میکنم که ما فن دلاور شده این بعد از این دو راوند اول، خیلی مقبول فایت میکنه. بله و های کیک اما دفاع میشه از طرف دلاور دولتوف. عبدالرحمت منتظر یک فرصت است، منتظر لاکی پانچ است که او را اصابت بده و صورت حریف، اما بسیار بعید به نظر می رسد که بتونه توسط بوکس حریف ببره. چی آکن زد، چی هوک زد دلاور دولتوف. من برتان قصه کردم صبح، من که دلاور شوخی می کردم برشان، گفتم مشتان چقدر ضربه داره، او گفت تو بیبی که چقدر ضربه داره، من تو را میزنم باز در دلم یک مش زد. امیدوار هستم زود خوب شوی. تا مال دردش است. خیلی خوب مقبول یک فرانت کیک. باز هم از فرانت کیک ها زیاد استفاده کرد امروز خود فاروقی و میبینیم که فرانت کیک ها تاثیر خاص نداره اگر فرانت کیک های نباشه، در روی نخوره. اما نقطه که بسیار تاثیرگذار است نقطه آبگاه است، اگه اوجه بخوره میتونه عالی باشه. آکن راست رفت پا سنگل لگ تیک داون میخواه انجام بده و تا به حال موفق هم هست و سنگل لگ تیک داون عالی انجام میده. دلاور دولتوف بالای حریف قرار میگیره و در 2 دقیقه باقی مانده به ختم راوند آخر قرار داریم و در این لحظات میتونه که اینمی نتیجه را از یونانیمس دیسیژن، یعنی از نتیجه نهایی که با نتیجه نمره است، میتونه که هم با سابمیشن و یا ناکاوتی و یا تیکیو به نفع خود به پایان برسانه دلاور دولتوف، به شرط که فاروقی اجازه کار به او بده. و فعلا بالای حریف قرار داره دلاور دولتوف. قسمی که میبینین البو از پایین میخواست بزنه، موفق نبود. از حالت ساید کنترل مسابقه را به پیش میبره دلاور دولتوف از تاجیکستان. عبدالرحمت بالاخره با قدرت بدنی بالایی که داره بالای پایش قرار استاد میشه. نایفم چرا نمیخواد که کشتی کنه با حریف خودش؟ تیک داون. من فکر نمی کنم که در کشتی هم میتونه که دولتوف ببره، به خاطر از اینکه امروز دولتوف در هر رشته، چی بوکس باشه چی لغت باشه چی گراوند گیم باشه چی کشتی باشه، از عبدالرحمت فاروقی بالاتر بود، خوبتر بود و نشان داد که سویه تاجیکستان البته در ام ام ای خیلی بلند است و حسن زاده مسابقه اول خود برد، خیلی خوب برد. خب باز هم ای برای تاجیکستان فکر میکنم یک افتخار است که 2 راوند یا 3 راوند البته بعد از این من فکر نمیکنم که فاروقی چیزی کرده بتانه مسابقه را دلاور دولتوف میبره و فکر فرق دلاور دولتوف پاره شده. به هر صورت نورستانی عزیز، تاجیکستان در جودو حتی مدال المپیک داره، یعنی شما میفهمید که المپیک با اشتراک بیشتر از 200 کشور برگزار میشه و وقتی که در جودو مدال المپیک داشته باشن قطعا در امیمه از جودو کامبک تامبو میشه که به شکل عالی استفاده شده و همچنان جوجیتسوی تاجیکستان بهترین است و مدال های زیاد دارن. ثانیه های آخر راوند سیوم آخرین ثانیه یک مشت بسیار خطرناک به صورت عبدالحق اصابت کرد و دلاور دولتوف برنده مسابقه شناخته میشه. بدون شک فایت خوب داشتن و قطعا باید مزد سهمات خودش بگیره دلاور دولتوف در فایت نایت ایونت 5 موفق میشه که حریفش کست بده. اما بازم چانس خوب بر عبدالرحمت میخوایم بخاطر که گرفتن نتیجه با نتیجه UD یعنی یونانیمس دیسیژن یا پاینتس یک دستاورد میتونه باشه بخاطر که حریفش در ACB رقابت داشته، نه در سازمان بزرگ ACB که در جهان یکی از بهترین ها است. خب نتایج باید جمع‌آوری بکنن.
نتایج باید جمع‌آوری بکنن و در نهایت تا لحظات دیگر برنده را رسما باید امان نورستانی به معرفی بگیره. به هر صورت پرچم کشورش هم بالای شانه‌اش داره دلاور دولتوف. و حال نوبت میرسه به آفیشل اناونسمنت رنگ اناونسر که حالا نتیجه نهایی به امان نورستانی میرسه و مشخص از دیگه کی برنده شده. بعد از سه راوند دیدنی و جذاب، هیئت داوران با جنبندی امتیازات و با اتفاق نظر مبارز پیروز را انتخاب کردن. برنده این مسابقه هست دلاور آریایی دولتوف. اول همراه با احمد عبدالاحمد فاروقی مصاحبه کوتاه داریم. عبدالاحمد فاروقی، مردم میگفتن که شما کشتیگیر هستین خب ما هیچ رفت ندیدیم، شما کوشش کردین زیادتر ساده پای مشت لغت کار کنین، به این نتیجه که شما رسیدین آیا شما فکر میکنین که استراتژی فایتتان نادرست بود یا خود دولتوف در کشتی هم از پیش شما قوی تر بود؟ به نام یاد خدا با عرض سلام خدمت حاضرین در تالار، خدمت عزیزانی که ما را از طریق تلویزیون میبینه، در قدم نخست عزیزانی که با تشویق ما آمدن امیدوار هستم مرا معذور بدارن که نتونستم احسان نیکشون را جبران کنم. خب فایت از دیگه شاید او بهتر بوده باشه، شاید استراتژی ما اشتباه بوده باشه. خب برش تبریک میگم. تشکر بسیار زیاد، چانس خوب در مسابقات بعدی عبدالاحمد فاروقی. دلاور آریایی دولتوف، چی یک فایت زیبا. از راوند اول تا راوند سوم شما حاکم فایت بودین، مشت و لغتتان بهتر بود و همچنان اخلاق ورزشی دولتوف هم شما میبینین و همچنان پهلوانیتان خیلی خوب درخشیدین. شما چی احساس میکنین در افغانستان در شب نبرد توی یک مسابقه را برنده از این مسابقه؟ البته داورا شما را رای دادن کالگی و برنده انتخاب کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت به فاروخی که امروز عمر داد این برده از رحمت. میخواستم به بس سازمان سیلیفسی رحمت بگم و این مهمانداری خوبی کدگی تون رحمت کلان دوستوی عزیز. راستی گپ شهر افغانستان هم خیمت هم معقول شد، خیلی میکنم در تاجیکستان هم برایم برام آمدن، فقط در دهن هم خنده. رحمت برادرها برای این دستگیری تون، انشالله شما پیش اهم یکم جا شما بشین انشالله. میخواستم مینداری خودم باید بخشی شکر و جناب اولی مینداری خودم رو بگذارم با پشوه ملت محترم امو علی رحمان که ما ورزشگران همه فخرم بکنیم که این چونین پرزیدنت خوب داریم، پشوه داریم که ما رو این قدر دستگیری میکنند، میخیزیم میبینیم این جوده برامات میکنیم دیگر دولت دو دست بالو میشیم. رحمت کلام با استادای خودم گفتنیم، با اکای پلوت، با اکای اعظم، اکای نیکی، این استادای ما راست دیگه بخشی شدید اینها رحمت اینها ما را هم قد بسیار بعد اردم دو. اگر در زندگی میخواستم با سپانسرهای خودم اکای جهانگیر جان، اکای نصرت، اکای دلیشا جورایف و همه رحمت گفتنیم از رحمت کرد ببخشید یک بار دیگه برای خبیصوری بگم. تشکر بسیار زیاد از دلاور آریایی دولتوف، خیلی سخنهای زیاد داشت و احساسات سخت رو داشتیم، بخشید. کف سرین با مهمان عزیز ما. دوستا هیچ جای نرین، ما پس میگردیم بعد از یک وقفه کوتاه. We'll be right back.
بازم خوش آمدید. دیدید که دلاور دولتوف دلاوری خود در افغانستان نشان داد و تانست که عبدالاحمد فاروقی را شکست بده، با وجود که دلاور دولتوف کشتیگیر نبود، اما کشتیگیر ما را به چالش زیاد کشید و در نهایت پرچم کشورش اینجا در کابل به اعتزاز درآورد. دیدگاه خودتون مهم است. من علاقمند شدم. دلاور دولتوف خیلی یک فایت تکنیکی را کرد و علاقمند ساختم شب مرا. این کلبر ام ام ای است. البته این استاندارد ام ام ای است که ما باید همگی ما کار کنیم که در افغانستان مروج بسازیم و شما این مسابقه را که است از طریق شب نبرد البته لایو از تلویزیون طلوع و لمر میبینین با قدرت اتک انرژی درینک مشت پر قدرت. میرسیم به مسابقه سیوم ما و مسابقه نیمه مرکزی در بین زکی د سکرپر رسولی و آلیم بایف د هولک علیم. دیگه زکی سکرپر یک مسابقه که اندرجیت ملاکر داشت و شما دیدین که زکی سکرپر خیلی خطرناک مسابقه کرد و در راوند اول توانیست که از مشتای پر قدرت خود حریف خود به تیکه او یا ناکاوت تکنیکی بکنه و زکی سکرپر خیلی زیاد زحمت کشیده تا که امروز این مسابقه را ببره. نگفته نمانه آلیم بایف آلیم هم خیلی خطرناک فایتر است. بسته تصویری داریم، میریم طرف بسته تصویری، بعدا باز تفسیر میکنیم سر هر دو ورزشکارا. زکی سکرپر هستم، رسولی از افغانستان، ولایت میدان وردگ، ولسوالی جلریز. این بار در دور شب نبرد پنجم اشتراک کردیم. مسابقه قبلی ما در دور دوم شب نبرد بود با یکی از بهترین فایترهای هندوستان اندرجیت ملاکر. من تانستم که او را شکست بدم در راوند اول. ما علیم بایف علیم بای 26 ساله می باشم، نماینده تیم ACB تاجیکستان. من از 7 سالگی مشق میکنم. 20 سال می شود که در من ساحه ورزشم، 4 سال آخرش در این MMA و یک مشق هستم. من سازمانی کشتین طرز آزادا مشق دادیم، به ایوای سامبو تایکواندو مشق دادیم. عریف من یکی از فایترهای روسی است به نام آلیم بوی علی بویف که سه ریکارد دارد در MMA و همچنان عضو تیم ملی کامبت سامبوی روسی است. زکی رو همچون ورزشکار خوب میبینم، حرکت میکنیم که در این مسابقه مبارزه خوب نشانتیم، در این مسابقه میخواهم که برد کنم. زکی هم قدری که تو مشت زیاده کردی، برد تو پیش من امکان نداره. برای خود یک گفتنی دارم که تو پلوان هستی، گراوند گیم بسیار خوب داری. من وعده میکنم که تو را تیک داون میکنم، تو را چپا میکنم و شکست میتونم این وعده ایم از دارم. به هر صورت صحبت های هر دو ورزشکار دیدین و هر دویشان آماده است که در برابر هم قرار بگیره. آلیم بوی آلیم بویف کسی است که باز به تیم کامبت سامبو است، در یکی از تیم های روسیه و در روسیه زندگی میکنه. کلن با سبک و استایل تکواندو و سامبو را مکس کرده، از او ام ام ای جور کرده، اما این طرف سبک پانکریشن، مویتای، بوکس، جوجیتسو و کشتی را زکی سکرپر رسولی مکس کرده و ام ام ای جور کرده و در نهایت ببینیم که سرعت لگت های تکواندو باز میتونه که آلیم بویف را پیروز بسازه یا ای که حرکات جالب قفل کننده پانکریشن زکی را پیروز خواهد ساخت. چلنج از هر دو طرف است. ببینیم که مسابقه نیمه مرکزی را امشب کی میبره. میریم طرف بایو، ببینیم که قد و وزن و اندام از این مردم به یکی دیگه خود چقدر تفاوت داره. طرف بایو میریم. بله، و قسمی که میبینین زکی رسولی در برابر آلیم بای آلیم بایف از تاجیکستان باید رقابت شه آغاز بکنه تا لحظات دیگه. به هر صورت این مسابقه در ویلتر ویت برگزار میشه.
75 کیلوگرم وزن بدن هر دو ورزشکار است و در نهایت 173 سانتی قد ورزشکار تاجیک است، 175 سانتی هم قد زکی رسولی است و دیده شده که در نهایت برنده کدامشان شناخته خواهد شد. اولین مسابقه آلیمبایف در سال 2016 بوده و دو سال است که وارد کیج حرفه‌ای MMA نشده. این طرف زکی رسولی اولین رقابتش در SLFC انجام داد که اول رقابت اولش باخت به واحد نژند، اما در مسابقه دوم اندراجیت مالاکر را دانست که در ثانیه های ابتدایی ناکاوت بکنه و این سومین تجربه MMA زکی رسولی است که در کیج SLFC باید انجام بده به شکل بین المللی و اولین ورزشکار که باید وارد قفس شوه به خاطر که ما میزبان هستیم او هست آلیمبای آلیمبایف. صف مومن چهره آلیمبای آلیمبایف را آماده میسازه. بدن او را ببینین، مانند یک پهلوان و یک ورزشکار عالی پرورش اندام معلوم میشه و این طرف زکی رسولی هم از بدن توانمند و آماده برخوردار است و کلن یک مسابقه و یک شوی بسیار عالی را در مسابقه نیمه مرکزی یا کومین ایونت شاهد خواهد بود و این موسیقی ها هم که میبینین خود ورزشکارا انتخاب میکنه بر خودشان و با التماس وارد کیج میشه. این ورزشکار از تاجیکستان، کسی که زندگیش در روسیه، فعلا سپری میشه. حال نوبت میرسه به ورزشکار از افغانستان زکی رسولی. دارای ورزشکار عضو تیم ملی پانکریشن افغانستان بوده، در جوجیتسو هم تجربه داره، مویتای کار بسیار خوب است، با انگیزه، شجاع، دلاور و کسی که میگه It's my time، یعنی میگه این نوبت و زمان و وقت ماست که باید برنده شوم. وارد کیج میشه و نوبت میرسه به امان‌الله نورستانی. خانم ها آقایان، با حالا میرسیم به مسابقه نیمه مرکزی لایو از تلویزیون جهانی طلوع المال فقط در شب نبرد. در نخست از کورنر سفید این مبارز با ریکارد یک برد و یک باخت داشته MMA با قد 175 سانتی متر و در وزن 75 کیلوگرم به نمایندگی از کلاب عقاب از ولایت کابل زکی د اسکرپر رسول. واریفش از کورنر سیاه این مبارز با ریکارد دو برد و یک باخت در رشته MMA با قد 175 سانتی متر و در وزن 75 کیلوگرم به نمایندگی از کشور تاجیکستان آلیمبایف د هولک آلم. این مسابقه 3 راوند 5 دقیقه‌ای می باشه و داور مرکزی مسابقه است استاد حیات الله خیری. متوجه داور می باشین، فاول لپشتر نمی زنین، ستون و فقرات ضربه نمی زنین، کوشش کنین که فایت خوب کنین و از پنجره محکم نمی گیرین از قفس. دست بکنین، کورنر. بی صبرانه هر دو ورزشکار
آماده نبرد هستند. استاد حیات الله خیری رسما مسابقه را از این لحظه بعد آغاز میکند. دست به ورزشکارا با هم دیگرشان. مسابقه نیمه مرکزی است یا کومین ایونت. در ابتدا حمله را میخواست زکی داشته باشد. زکی رسولی با لباس سفید آیسته آیسته پیش میاد. استایل خاص داره. لکک عالی انجام میشه. آخر راست میخواست انجام بده. های کیک او میدل کیک عالی زده میشه از طرف زکی رسولی. بک کیک پرس کیک البته پوشینگ کیک پرس میخواست کنه حریفا. تک داون از طرف ورزشکار از تاجیکستان. این طرف در بسیار عالی حرکت گیلتین. گیلتین زکی باید بالای پایش بیست وگرنه در حالت خوابیده بسیار سخت است که رقابت پیش ببرد. به خاطر که قدرت بدنی حریفش هم بسیار زیاد بلند است. او چیل بوی خطرناکه. اتو او اتو مبارزا ببینید شما مثل تانک واره هستن. هم آلین بایف و هم زکی خیلی پر قدرت و ببینید که اندامایشان هم خیلی خوب هستن. در بک کنترل است زکی ده سکرپر رسولی و شما میبینید که مشتارک است از جایی که در رویشان میزنه و آلین بایف فعلا در دفاع هست. من فکر نمی کنم که مشتای خیلی قوی به صورتشان میخوره. همین مشت خوبش بود یک ذره. بله او مشت آخر خوب خورد. کوشش ازیره داره که در ریر نیکی چوک ببره. شما میبینید که ورزشکار تاجیکستانی هم چقدر مقبول قفل کرده حریفت و حالا دیگه میخوای سب میشه لبسته بکنه و ببینیم که میتونه حریف تسلیم کنه یا نه. مجرای تنفسی آلیمبای افره میخوای بسته کنه مثل که حسین بخش دفری در دو دوره قبلی کار انجام داد. بله ها اینجا هم ریر نیک چوک گرفته میشه و هم نک تویستر میگن که فشار میارن سر علاشه ورزشکار و از درد شدید تپ اوت میکنه اگر نه علاشه شکستان میکنه. چکا مقبول اپرکات آکن خوب زکی ده سکرپر رسولی باس هم خیلی خوب میدرک شده راوند اول. سب میشه نمیخوای بسته بکنه. سب میشه نمیخوای بسته بکنه و ببینیم که تپ اوت میکنه یا نه. استاد خیری کاملا موازه به حریف هست. اگر از این فرصت ها استفاده نکنه زکی باور کنن که حریف تاجیکی شور تسلیم خواهد کرد. بخاطر که بسیار خطرناک است و بهترین فرصت همین لحظات است که باید زکی برنده مسابقه شناخته شود. بله راوند هم 4:40 تیر شده. ثانیه های آخر راوند اول می باشه و زکی رسولی باز هم نشان داد چی یک ورزشکار خطرناک است. 2 دقیقه شده بسیار زیاد ببخشید. بله 2:55 تیر میشه. من البته تایمر درست نخواندم. زکی است و اما زکی را بدانه که اگر کار برای اون دوم کشیده شود این چانس دیگه فکر نکنم به دست بیاره. ولی چون که ضربات خیلی زیاد اگر یک ورزشکار در راوند اول میخوره در راوند دو و پس آمدن و راوند دو را بردن مشکل میشه. خب باز هم ببینیم که چه قشیمه دارن اردو ورزشکارا. فعلا خو زکی رسولی البته در کنترل مسابقه هست. خو هیچ چیز گفته نمیشه. یک حرکت بیجا از طرف زکی رسولی و یک سب میشن خوب از طرف آلین بایف مسابقه را میتونه که به آن علی بایف بکنه. باز هم بله اما یک چیز دیگر هم شنیده نه که میگن در خانه زنبور دست نزن. آله نمیفهمم که زنبور هم سعید خانه گوزنبور دست زده. آله من نمیفهمم که گوزنبور کی است زکی است یا آلین بایف. البته عالی است. هدفی است که ورزشکار تاجیکستانی که در روسیه زندگیش سپری شده از هر لحاظ واقعا فوق العاده است و زکی باید از این فرصت ها به شکل عالیش استفاده کنه که فعلا استفاده کرده. اما ببینین سب میشتن هر چی میکنه بسته نمیتونه به خاطر از اینکه او حریفش که است در کامبات سامبو بسیار دستاورد داره و سب میشن بسته کردن با یک دست امکان نداره به خاطر که او انرژی که به دست داشته باشه نداره. باید دو دسته سب میشن بسته شوند. بیشتر ما گفتم 4 دقیقه والی مکمل میشه. آخرین لحظات راوند اول است و فکر میکنم کاملا راوند اول و دست زکی ده سکرپر رسولی. دقیقا به هر صورت ثانیه های پایانی مسابقه هست در راوند اول. البته
این مسابقه در سه راوند پنج دقیقه ای برگزار شده. بعد از این مسابقه مسابقه مرکزی ما باید آغاز شد یا مین ایونت ما که بالای کمربند قهرمانی سازمان بین المللی SLFC است میان واحد نژند و حمید تایپان. راوند اول پایان میرسه. خوشبختانه به نفع زکی دسکراپر رسولی اوتلا و همه او رو تشویق میکنم. ببینین شما که دولتو هم داخل رینگ در آمده بعد از برد خود و کت آلین بایف چون که هم تیم هستن برشان مشوره میتا فعلا و همشنان امرایشان گپ میزنه. ببینین که هایلایت ها را ببینین بسیار یک رفت خوب کرد اول آلین بایف. خب بعد از اونمون رفت هیچ چیز خاصی کده نتانید. زکی بسیار زود توانیست که در پشت آلین بایف بره و بک کنترل داشته باشه و بعد از او مسابقه یک جانبه بود البته در راوند اول و به نفع ما فکر میکنم البته به نفع زکی تمام شده باشه. من فکر میکنم کل مردم من فکر میکنم. بله ما فکر نمیکنم که اینجا کدام کدام رای دیگه باشه. بله و آرزوی موفقیت برای ورزشکارهای افغانستان دارم بازم و امیدوار هستم که ورزشکارهای تاجیکستان هم از خود شایستگی زیادتر نشان بدن. راوند دوم تا لحظات دیگه باید آغاز شود. حالا دیگه همه چیز یعنی هیچ چیز برای از دست دادن نداره ورزشکار تاجیک. باید این راوند ببره. اگر نبره کارش تمام است و ما شاید در راوند دوم شاهد لحظات بسیار جالب باشیم. و ببینید مدیریت خیلی خوب در داخل قفس از طرف استاد حیات الله خیری. بله. در وقت همه کوچا از قفس بیرون شدن و دیدن که قفس یک ذره تر هست. برای دوست عزیز ما همکار ما گفت که اون موره پاک کنه و هم پاک شد. میبینیم که خونریزی از بینی داره یک کمی. بله خونریزی یک کمی داره از بینی خود آلین بایف و این خاطر استاد حیات الله خیری یک دقیقه گام گرفت تا که بله و حالا راوند دوم از این لحظه بعد آغاز میشه. زکی و همچنان حریفش آلین بای آلین بایف. زکی دی سکرپر رسولی باز هم جنگجو را میگه سکرپر در انگلیسی و زکی باز هم نشان میده که خوب یک جنگجو چی آپرکات چی آکنه خطرناک اگه صحبت میکرد بکک بسیار مقبول بکک. شما ببینید فکر میکنم که اونمو کنج امو جای تر است و زکی اولم لخشید و در بکک خودم که هست لخشید بسیار مقبول. فکر میکنم آلین بایف پس آمده در راوند دوم. زکی از کیج گرفتی یک فاول است باید این کار را نمیکن. زکی گلتین گلتین خطرناک از طرف زکی رسولی خودش باید رها بسازه. بله رها میسازه و به هر صورت قسمی که میبینیم ثانیه های ابتدایی راوند دوم است و فرق حریف البو میزنه یا آرنج میزنه زکی رسولی و من فکر میکنم راوند دوم راوند اگر به می شکل پیش بره ورزشکار تاجیکستان میتونه که راوند ببره. ببینیم که چی میشه. هنوز یک دقیقه راوند اول تیر شده چیزی گفته نمیشه. فعلا در هاف گارد قرار داره آلین بایف. بله قسمی که میبینین رقابت ادامه داره بالای حریف قرار داره بالای ورزشکار افغانستان قرار داره. بیشتر که گفتم در راوند اول شاید به یادتان باشه گفتم که بهترین لحظات است که باید زکی استفاده کنه به خاطر از اینکه حریفش کامبات سامبوکار است و وقتی که در برابر یک کامبات سامبوکار قرار میگیری به این معناست که در گراوند گیم بسیار سخت است که بتونی او را تحت کنترل خود داشته باشی. که آفرین میگم به زکی که در راوند اول کاملا مسابقه را در اختیار داشت. بله فعلا نبرد سر تبدیل کردن پوزیشن است که آلین بایف میخواد که در پوزیشن بهتر خود قرار بده یا در سایت کنترل یا هم در فول ماونت و زکی کوشش میکنه که سایت کنترل. دیدین شما که آلین بایف در سایت کنترل آمد و زکی فعلا در بترفلای گارد گرفته آلین بایف و نمیمانه که مکمل حاکم شود سر زکی رسولی و اگر اینجا آلین بایف توانیست که در فول گارد بیایه یا تاپ ماونت یا فول ماونت بیایه باز برای زکی رسولی کمی میشه که مشکل شود. بسیار مقبول. من نفهمیدم که کدام حرکت بود حرکت چرخشی بدون لغت یا مش. خب بازم جالب بود. یک البوی دازی لاعت از این زایه بزنه باور کنیم بسیار خطرناک است. بله ببینیم که چی میکنه. فعلا فکر میکنم که در راوند دو آلین بایف پیش است. بله من پیشترم گفتم در راوند اول چانس بسیار یار بود برای زکی
و حالا دیگه زکی باید مواظب باشه که از البوها و بوکس های حریف زیاد یعنی خودش مستفید نسازه، به خاطر که اگر این کار انجام شوه قطعا حتی میتونه باعث ناکاوت شدن زکی شوه. آه چیل بای خوب فرق را الیمبای زده میشه، فرق حریف اسمت ببینم که نزدیک بود فرق حریف پاره بکنه. عبدالعاد فروقی فرق حریف خیمالوب ساخته بود. بله آه البوهای خیلی خطرناک از یک پوزیشن خراب، البته زکی رسولی زیر هست، بازم فعالیت داره، می خواهیم که پای خود بالا کنن و کوشش ناکام یک تراینگل چوک. من فکر میکنم که زکی به می شکل که پیش میره بسیار خوب است، البته با وجود از این که شاید راوند از دست داده باشه. او چقدر خطرناک البو. مسابقه خیلی نزدیک است زوی جان، خیلی نزدیک است این مسابقه. مسابقه نزدیک است اما راوند دوم من فکر میکنم که ورزشکار تاجک احتمالاً برنده شده. ببینیم هنوز هم یک دقیقه راوند دوم مانده، ببینیم که زکی رسولی از یک دقیقه چی استفاده کنه میتونه. نیکی سر پای میآید زکی دسکرپر رسولی آکن دبل کیک پیش میره زکی رفت پا میکنه. هوشیار است ورزشکار تاجک. بله شما میبینید که ورزشکار تاجک خیلی خسته هستند و فکر نمیکنم شیمه داشته باشه. کوشش کموره خون نشد، زکی فهمید که از او جایی که وا بودن پوزیشنی که وا بودن نمیتونستن فشار بیارن سر دستشان و زود الا کرد. یک ورزشکاری که با تجربه باشه در جوجیتسو باید زود بفهمه که آیا در پوزیشنی که من هستم امی چوک یا امو گرفته که یا دارن مکمل میشه یا خیر، و اگر نمیشه باید اینها انرژی خود زایی نکنه. بازم آلیمبویف در سر و زکی سکرپر در زیر، در هافگارد زکی سکرپر هستن. مسابقه نزدیک راوند دوم تمام، راوند پایان میرسه. آلیمبویف تا لحظات که یا تا زمان که وقت توانش میرسید استفاده کرد از راوند دوم و مانده راوند سوم. تنها یک راوند باقی مانده و فاینل دیسیشن یا نتیجه نهایی که قطعا تعیین کننده خواهد بود. راوند سوم تعیین کننده است هم برای زکی و هم برای آلیمبای آلیمبایف. در سمت راست تصویر زکی، در سمت چپ تصویر ورزشکار تاجیکستان. هر دویشان از هر لحاظ آماده هستند. اندک شاید آب و هوا کمک سر ورزشکار تاجیکستان شاید تاثیر کرده باشه، نفس بیشتر سوخته از ورزشکار تاجیک، اما زکی میرن خیلی نترس شجاع و آماده به نظر میرسن. اندرجیت مراکر یاد تاست که چجور کده بود؟ اندرجیت مراکر خیلی یک مسابقه جالب بود. اندرجیت مراکر به اشاره زیاد گفته آمیانه لد خورد. خب باز هم این مسابقه خیلی جالب است. آلیمبایف باید کوچایشان آلیمبایف و سر پای خود استاد کنند چون وقت تمام هست و مسابقه باید پیش بره. باز هم شما میبینین که همه دوستای ما که در SLFC هستن چقدر زحمت میکشه تا که مسابقات خوبتر و بهتر در افغانستان مروج بسازیم و همچنان تلویزیون تلو و تلویزیون لمر، کارمندهای تلویزیون تلو خیلی زحمت زیاد میکشه تا که بهترین برادکاست یا نشرات همچون مسابقه را به بیننده های عزیز تقدیم کنه. راوند سوم از این لحظه بعد آغاز میشه. بله و راوند سرنوشت ساز. بله زکی رسولی پیش میاد در برابر حریف با تجربه تاجیکستانیش. زکی رسولی در سمت چپ تصویر پیش میاد. استاسا میخواد رفت پا انجام بده، میشد که آکن بزنه، تعلل کرد، شک کرد. در بوکس، در MMA و در هر رشته پروفشنال شک باعث خرابی حرکت میشه. بله شما دیدین که یا آلیمبایف نشان داد یک رفته، خب باز سپینینگ هیل که زد خود نخورد. خیلی خوب تخنیک بود، اگر اجرا درست میکدن تخنیک خیلی خوب بود. تاپ ماوند فول گارد زکی رسولی، این جای خطرناک است با آلیمبایف به خاطر از اینکه زکی رسولی از اینجا میتوانه مثل یک بم واره انفجار کنه، میتونه مثل یک ببر واره حمله کنه. ببر یا بم، خب زکی رسولی در این حالت خیلی خطرناک است.
بله زکی رسولی حالا دیگه کل مسابقه رو میتونه در اختیار خود قرار بده. و من فکر میکنم که زکی به خاطر که تجربه حضور در مسابقات پانکریشه نداره میتونه مسابقه رو کنترل کنه. ما پیشترم گفتم که لگت های سرعت لگت های تکواندو و حرکات جالب البته کامبات سامبو رو مکس کرده حریف تاجیکیش، اما نتیجه گرفته کم. این طرف زکی رسولی نتیجه کمک کمک زیادتر فکر میکنم به دست آورده. باز هم زکی رسولی در بک کنترل و شما میبینین که چقدر خوب چنگ کرده از کمرش خوده و آله میخواین که میچنگ خود مکمل کنه. قفل ترسا. بله دیدین که قفلشان آله درست بسته شده و از این حالت برآمدن خیلی سخت است برای آلیم بایف. و اگر این نمی رقم این مسابقه پیش بره فکر میکنم در امتیاز بله، زکی رسولی بله، بله. اگر تکنیکال ناکاوت نشه زکی رسولی شاید به احتمال زیاد دیگم تمام تپل تیکه او تمام زکی رسولی برنده این مسابقه شناخته میشه. شکست را شکست میده زکی رسولی از خودش کده قلدرتره که شکست بته دیگه بالای زکی امیدوارتر میشیم تا در بخش امومی بتانه که بیشتر دستاورد داشته باشه هم بر خودش و هم بر افغانستان. همدردی میکنه با حریفش، روی حریف میبوسه. اخلاق ورزشی را که شایسته هر ورزشکار است، اگرچه امومی اندک خشن است اما بازم ببینن چقدر با اخلاق و با روش عالی و انسانی و خلق پسند مسابقه را به پایان میرسانه زکی رسولی. پیروزی شیرین ارزشمند در کومین ایونت در نهایت در این تورنمنت که سه ورزشکار تاجک و سه ورزشکار افغان در برابر هم قرار گرفتن. ورزشکارای افغانستان با دو پیروزی و یک شکست موفق شدن که دستاوردهای یعنی بیشتر نسبت به کشور همسایه به دست بیارن. به هر صورت عالی بود و نوبت میرسه به آفیشال اناونسمنت یا نتیجه رسمی که امان لای نورستانی او را آغاز میکنه. خانم ها آقایان استاد حیات الله خیری مسابقه را در راوند سوم در دقیقه دوم و یک ثانیه استاد نمود و برنده شما را از طریق TKO زکی د سکرپر رسول. اول مصاحبه را از عالم بایف میکنیم. عالم جان خیلی خوب مسابقه بود در راوند اول، زکی پیش بود، در راوند دو شما خیلی خوب پس آمدین و در راوند سه شما دیدیم فکر میکنم که نفستان یک ذره سوخته، آیا این تغییر هوا هست و چرا شما فکر میکنین که امروز باختیم؟ شتوب نبولا سو پبیده پراجنی از سویشنی یا دیل تو شتو خطیل تو شتو سموک. Кто надеялся на меня, прошу прощения, что так получилось. Но я вообще не рассчитывал на это, конечно. Ну, так получилось. Прошу всем, кто был за меня, простить меня, конечно. Метан интерджибакарин? Бурд ва голиб аз джониби Аллах аз. Бур имруз ва ами бура бу пага им. Инша Аллах бу дафидга бур аим меша. Агам майдан. Рахмат барой бародар мега сатфи. Ташакур бисьяр зиад. Алим, Баев, Алим. زکی د سکرپر رسولی ها زیاد گپا د پرس کانفرانس تا بالا شد. شما گفتین مسابقه را میبرین، تبریک میگم، خیلی خوب برد راوند اول، خیلی خوب راوند دو باز ده هولک پس آمد و دیدین که او د کنترل بود. چی احساس داری مسابقه سوم د اس ال اف سی برد در مقابل یک حریف خیلی خطرناک؟ تشکر استاد عمون. اول ما خوش نیستم چون امی دو هفته که تیر شد افغانستان بسیار مردم های محبوب حدث دایم جنرال عبدالرزاق یک قهرمان خوبیش کشور بود، واقعا یک مبارز بود حدث دایمش. من خوش نیستم، از نمی بود این پیروزی رو برشت تبریک می گفتم. اگر شما پشتو، ما پشتو داری یک کم مشکل داریم زبان انگلیسی خو کسی نمیفهمه، اگر دری صحبت کنین بهتر است، پشتو صحبت کنین مشکل نداریم. به تمام افغانستان، به 34 مردم
میلیون ولایت افغانستان تبریک میگم بیروزی را. من احساس بسیار غمگین میکنم به خاطر اینکه بسیاری جوانای ما رهبرای ما کشته شدن و این برده برایشان تبریک میگم که خواهش میکنم که احساس خوشی کنن به خاطر اینکه ما اینمی پیروزی را که میخوایم تقدیم خوشی های وطنانم بسازم گرد چنان خوشی ندارم. تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم که زیاد خسته هم هستین. بله بسیار کوتاه زکی جان، بسیار کوتاه. استاد من از خودت تشکر میکنم. این شخص مورد ذوق من است. هیز مای فیوریت کاراکتر. و تشکر میکنم از تمام کوچه‌ام، کسای کوچه‌ام که در امریکاست، دیوی کارپر، ماستر کیث، وانس اگین لایک دی سیکند یو نو تورنمنت ان لیسی فایت نایت افغانستان. تشکر از استاد مومند عزیز که اینجا هست، از تمام مردم افغانستان، استاد نجیب عزیز. Love you Afghanistan. ژوندای دی افغانستان. ما this is Zaki's time, you know baby. تشکر بسیار زیاد. This is Zaki's time. یعنی این وقت زکی است. دوستای عزیز هیچ جا نرین، از جایتان شور نخورید. مسابقه مرکزی سر کمربند ویلتر ویت SLFC بعد از وقفه کوتاه. بله باز هم خوش آمدید به شب نبرد پنجم. مسابقه خیلی جالبه در مقابل زکی، در مقابل آلیم بایف. دیدین TKO تکنیکل ناکاوت شما دیدین در راوند 3 شد. میاییم از دوست بسیار عزیز ما، یکی از قهرمانهای کیک بوکس و یکی از ستاره های MMA افغانستان، استاد روح الله محمدی پرسان میکنیم که خودتان تماشا کردین فایت چطور بود، فایت خوش آمد یا نه؟ به نام خدا، سلام خدمت شما و خدمت تمام مردم عزیزم افغانستان. واقعا یک مسابقه خیلی جالب و دیدنی بود که زکی جان با همون قدرت و توانایی که داشت عارف تاجیکی خودش شکست داد. واقعا بسیار خوش شده. بله زبی جان، اگر به بیننده های عزیز بگوین که مسابقه که بعد از این میایه چی مسابقه است و چرا اینقدر مهم است؟ بله مسابقه مرکزی یا مین ایونت ما سر کمربند قهرمانی سازمان SLFC است. حمید تایپان امید کس است که در سال 2016 با شکست دادن لالاقا دانست که کمربند قهرمانی همین سازمان به دست بیاره و فعلا واحد نژند این ورزشکار را چلنج داده. میخواهد که قهرمان فعلی این سازمان در ویلتر ویت واحد نژند باشه. ببینیم که واحد نژند میتونه عریف شکست بده یا ای که حمید امید که قدش کمک پخشتر است نسبت به نژند از عنوانش دفاع خواهد کرد. رولای عزیز، به نظر خودت یک پیشبینی اگر بکنی، اگرچه خلاف یعنی قوانین کلان MMA است که پیش بینی دقیق نمیشه، بازم دیدگاه خود چیست؟ کی برنده خواهد شد؟ خب فایت MMA پیش بینی نمیشه واقعیت و هر دویشان بهترین ها هستن، هر دویشان دوست ها و برادر های ما هستن. پیش بینی نمیکنیم، میریم ببینیم که در داخل قفس کدامش از خود توانایی های خاص خود نشان میده. بله تشکر. بسته تصویری از هر دو ورزشکارا آمده است، میبینیم بسته تصویری را. ما واحد نژند هستم، 23 ساله سنم است، از ولایت پنجشیر افغانستان. یه
یکی از بهترین مسابقاتی که ما تا حال داشتیم در کشور ایران بود، شهر تهران. توانستم که توسط لوکیک تخنیک نکاوتش کنم. حمید امید هستم، 30 سال سن دارم، از ولایت کابل افغانستان. و در سال 2005 عضویت تیم ملی کیک بوکسینگ افغانستان گرفتم و در سال 2015 من MMA را شروع کردم و در بین از این من جوجوسو هم کار کردم. فعلا عضویت سازمان SLFC را دارم. مسابقه که در دور قبلی داشتم از کشور ایران امرای وحید آشوری که خوشبختانه توانستم او را شکست بدم و بهترین فایت هم کردم امرایش. پیام ما به حمید، حمید دیگه است که در این قفص قاضت کردیم که برای ما یک مزد سیاتری وارد و میخواییم امرای در داخل رنگ با مو شوخی و با مو خنده هایی که دارم میخواییم تو را شکست بدم. بهترین فایتم در کیک بوکسینگ در منتخبه کابل بود که اما تو من تمام حریفای من ناکاوت کردم. گفتنی من به واحد نجانی است که تو شکستت بتم در این خلق هستی باز وقت بیدار شدی و بفهمی گپ چی بود. گپ زدن اختار دادن هر کس یاد داره، باز ما تو در این گپ میزنیم. ببینیم باز. به هر صورت حرفای جالب از هر دو ورزشکار شنیدیم. واقعا مسابقه مرکزی بسیار سخت است، به خاطر از اینکه 5 راوند 5 دقیقه ای، یعنی 25 دقیقه در داخل قفس، او هم سخت ترین ورزش دنیا را بخوای انجام بدی باید بسیار زیاد تمرین داشته باشه ورزشکار. به هر صورت حمید امید مدافع عنوان قهرمانی سازمان است و نژند چلنجر است. ببینیم که نورستانی چی گفتنی هایی داره. بله، حمید امید رکورد تیزترین برد سازمان SLFC را داره. در راوند اول در 46 ثانیه توانیست که لالاغای دینجر را ببره و کمربند از پیشان بگیره. البته یک چیز باید نورستانی عزیز بگویم که مسابقه اول حمید امید باخته بود در مقابل. بله، خب 5 راوند فایت شده بود و بعد از 5 راوند داورا مسابقه را به آن لالاغای دینجر تاده بودن. خب باز هم حمید امید خیلی یک فایتر تکنیکی است، بسیار وقت میشه، سال یک و نیم سال میشه که سر جوجیتسوی خود خیلی زیاد کار میکنه. ببینیم که این مسابقه اولین بار سر کمربند به کدام نتیجه میرسه. باز هم من فکر میکنم مردویشان دوستای تو است روح الله، اگر فشارم سرت بیارم یک جانبه فیصله نمیکنی یا پیش بینی نمیتی بر من؟ نه، من آرزوی موفقیت به اردوش میکنم. امید دیگه هر کدامش که زیادتر زحمت کشیده بود باز نتیجه شد داخل رنگ میبینم. بله، بسیار هوشیار است، هیچ خود مواجهه نمیسازه، خود شور نمیده. خوب دوستاستن برادرهای من. بله بله، دقیقا. و حال میریم پایه ورزشکارا رو ببینیم. قسمه که میبینین در سمت راست واحد نژند است، در سمت چپ حمید تایپان هست. 30 ساله است حمید، این طرف 23 سال واحد نژند سن سالش است. مسابقه هم در 5 راوند 5 دقیقه‌ای برگزار میشه و هر دو ورزشکار آماده هستند تا یکی از بهترین رقابت‌های MMA را در مسابقه مرکزی انجام بدن. جا داره که از تشریف آوری حمیدالله کبیر معاون فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی را و همچنان آقای قاسم حمیدی را که معاون مالی و اداری تربیت بدنی است را خوش آمدید بگیم به ورزشگاه و همچنان تشریف آوری کل میمانایی که فعلا آمدن. و در ابتدا کسی که باید وارد ورزشگاه شود به خاطر که چلنجر است و کمربند پیشش نیست باید بیاید، او هست واحد الله نژند. واحد نژند در ماهای اخیر بالای کشتی خود زیاد کار کرده، زیاد تمرین کرده و کسی است که آماده که فعلا کمربند بگیره. شاید مسابقه مین ایونت یا مسابقه مرکزی هستین.
لایف و مستقیم از طلوع لمر و آرمان و اراکوزیا. ما جا داره که تبریکی عرض کنم به همه همکارای عزیزم در موبی گروپ. کوشش سرتاسری انتخابات از طریق طلوع نیوز، همچنان کور کردن لیگ برتر فوتبال افغانستان در وقت زمان کم با مدیریت فوق‌العاده، و حال یک روز پس از او کور کردن لایف و مستقیم شب نبرد پنجم به شکل بین المللی، واقعا مدیریت میخواهد. تبریک میگم به همه مدیران و کارمندان عالی موبی گروپ. و واحد نژند، واحد لای نژند آماده هست تا در برابر حمید تایپان قرار بگیره. نوبت میرسه به کسی که باید بیایه و از کمربند خودش دفاع بکنه، او هست حمید تایپان. حمید تایپان کسی است که رشته های مختلف ورزش های رزمی رو تجربه کرده، از کاراته شوتیکان گرفته تا کیکوشین و همچنان تکواندو، کیک بوکس، بوکس، جوجیتسو، پهلوانی و فیران که در MMA میخواید که از کمربند خودش دفاع بکنم. سال 2016 بود که کمربند گرفته، دو سال است که وارد کیج نشده. این طرف حریفش واحد نژند با پیروزی در برابر حریف از ایران و همچنان دو حریف از افغانستان فعلا آماده و چلنج داده که میخواه رنکینگ شماره یک سازمان SLFC شود. این طرف حمید تایپان با وجود که قدش کوتاه است اما بسیار جنگنده و شجاع است. استاد احمد زای او را راهنمایی میکنه، یک چند سیلی هم برویش میزنه که بیدارتر شده. به هر صورت نوبت میرسه به آفیشل اناونسمنت از طرف همکارم امان نورستانی. خانم ها و آقایان، و حال میرسیم به مسابقه مرکزی لایو از تلویزیون جهانی طلوع لمر، نبرد سر کمربند ویلتر ویت SLFC فقط در شب نبرد با قوت اتک انرژی درینک، مشت پرقدرت در نخست از کارنر سفید. این مبارز با ریکارد 3 برد و 1 باخت در رشته MMA به قد 180 سانتیمتر و در وزن 74 کیلوگرم و نمایندگی از اکادمی سلطانی از کابل، واحد الله نژند. او حریفش از کارنر سیاه، این مبارز با ریکارد 1 برد و 1 باخت در رشته MMA با قد 175 سانتیمتر و در وزن 74 کیلوگرم با نمایندگی از ولف پک از ولایت کابل، حمید The Typen. حمید مسابقه مرکزی امشب 5 راوند 5 دقیقه‌ای می باشه و داور مرکزی مسابقه است جمشید قیوموف. در وقت فاید اتیاد میشیم بشی سر سموره نمیزنیم، وقت استعاب میداریم، فهمیده؟ در کنچ، بکنچ. بله، از این لحظه به بعد هر دو ورزشکار و هر دو امکار باید رسماً رقابتشون آغاز بکنند. جمشید قیوموف داور بین المللی تاجیکستانی قضاوت مسابقه را بر عهده دارد. تایپان پیش میاد. در همین ابتدا چی حرکت مقبوله، پرتاب میکنه حریف، تک داون عالی از طرف واحد نژند. گفتم بالای پهلوانی خودش بسیار کار کرده در این ماه‌های اخیر و من خودم شاهد هستم که هر روز میره کلاب پهلوانی و بالای حرکات زمینی خودش کار میکنه. واقعا کشتی، جوجیتسو،
کامبات سامبو جودو در ام ام ای بسیار میتونه موثر باشه و فعلا نژند بالای عریف قرار داره با بغل عریف و با سر عریف بوکس میزنه تا فکر عریف خراب کنه. نورستانی عزیز نبرد مین ایونت از دیدگاهتان فعلا چگونه پیش میره؟ فعلا فکر میکنم که حمید امید در حالت دفاعی قرار داره و کوشش میکنه که واحد نژند یک پوزیشن بهتره گرفته نتانه. فعلا میبینین که باز هم بترفلای گارد میگن این میگارده که شما میبینین و از اینجا حمید امید میتوانه که نژند نبانه که روی سینهش یا روی دلش بیایه که از اونجا خیلی خطرناک میشه برای حمید. حمید امید پایان است باز یک ریورسل مقبول. ببینیم که گفته بودیم که حمید امید سر جوجیتسوی خود خیلی زیاد کار کرده و این مسابقه با واحد نژند فکر نمیکنم اقا آسان باشه، در قد فکر میکنم یک کمی پخشتر هست حمید امید. بسیار مقبول واحد نژند، یک چی بسیار مقبول، تک داون عالی از طرف واحد نژند انجام میشه. قدرت بدنی خودش بر رخ حمید تایپان میکشه، واقعا پرتاب کردن حریف با او وزنی که داره، انرژی و قدرت بدنی زیاد کار داره که ما شاهد هستیم که او در بدن واحد نژند است. از مشت های خوب استفاده کرد بالای حریف، مشت دیگر راست پای حریف میگیره. مسابقه بالای کمربند قهرمانی اسلفسی است. واحد نژند خیلی خطرناک بالو میشه. ببینین که ما همیشه میشناسیم که نفس خیلی خوب داره واحد نژند، قدرت بدنی خیلی خوب داره و خوب کیک بوکسر هم است. در این اواخر خیلی زیاد کار کرده، البته بعد از مسابقه که با کمیل مگمدوف باخت در SLFC باز سر پهلوانی خود و جوجوتسوی خود خیلی زیاد کار کردن و نتیجهش بود که واحد آشوری را یا بردن و دیده میشه کنترل مسابقه فعلا که هست در دست واحد نژند. آکن آکن راست 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 و جمشید قیوموف و تمام تمام برای نیو مسابقه نیو چمپیون قهرمان جدید در سازمان SLFC مشخص میشه که دفندینگ چمپیون مدافع عنوان قهرمانی میبازه در برابر چلنجر با حال نفر شماره یک این وزن کسی نیست جز واحد نژند از ولایت پنجشیر. موفق میشه که حریف ببره در راوند اول با نتیجه تیکه او برندش نقطه میشه. خیلی عالی کار کرد واحد نژند. به حال کمربند باید آورده شود و به کمر واحد نژند بسته شود به عنوان جدیدترین قهرمان SLFC در شب نبرد. اولین قهرمان شناخته میشه واحد نژند. بلت آورده میشه. رئیس سازمان کاکایل نورستانی هم میایه با رنگ و جمشید قیوموف دستشن بسیار خوب، البته ججمنت بسیار خوب داشت رفرنگ عالی از طرف جمشید قیوموف و حال نوبت میرسه به معرفی رسمی ورزشکار برنده. خانم ها و آقایان، داور جمشید قیوموف مسابقه را در راوند اول در دقیقه دوم و 48 ثانیه استاد نمود و قهرمان جدید والتر ویت SLFC واحد الله نژند. تشویقا زیاد از واحد الله نژند. تو گفته بودی که این کمربند همراه ما میزه و واقعا تیکه های خیلی مقبول در راوند اول. چی احساس داری
تو قهرمان والتر ویت SLFC افغانستان هستی. سلام با تمام علاقمندا و تمام مردم افغانستان که تا این وقت شب با خاطر فایت ما ششتن و ما زحمت کشی زیاد کشیدم. رئیس وایپ و تشکری میکنم از استاد نجیب الله سلطانی، خلیفه فریدون، استاد رحمان دره، آرش سعید خیلی و بریالای جان، رولای دیقان، یک تن از خرمانای کیک بوکس ما هستن. کمکاری های زیاد دارم کنم، تشکری میکنم از هر کدامشان و از خلیفه زی که در بخش گیرومن بالایم زیاد زیاد زحمت کشید. بگه تشکری از سازمان SLFC که با واقعیت فایتری که ارزشی کمرمند داره با تشکر بسیار زیاد واید الله نژن. اولین دفعه است ما فکر میکنم که الفاظ بشید خلاص. از استاد واید شفیق هم زیاد تشکر که بسیار از لحاظ ذهنی و روانی مرا با وقت به تشویق و تشکر زیاد است علاقه مندایم. تشکر بسیار زیاد. دوستای عزیز ما یک پرس کانفرانس خاص داریم، با ما باشین یک وقفه کوتاه. بعد از وقفه کوتاه شما می توانین با سوال ها و جواب های همین فایترهایی که امشب فایت کردن از طریق پرس کانفرانس گوش بدین. هیچ جای نرین، با ما باشین یک وقفه کوتاه.
خب خوش آمدید. کنفرانس مطبوعاتی است و قانون مسابقات MMA است که به شکل پروفشنال بعد از هر مسابقه کنفرانس می باشه و خوشبختانه ورزشکارای افغانستان و تاجیکستان را در میز کنفرانس با خود داریم. در مسابقه اول سهیل حسنزاده تانست که فردوس نظروف را شکست بده در راوند اول. در راوند دوم عبدالحمد فاروقی از دولتوف از تاجیکستان باخت، البته با امتیاز. در راوند البته در مسابقه سوم زکی رسولی تانست که حریف بسیار پرقدرت تاجیکستانی خودش اولمبایف را شکست بده. و همچنان در مسابقه مرکزی قهرمان جدید را ما شاهد بودیم که زکی رسولی تانست که حریف البته ببخشید واحد نژند تانست که حریف خود را ببره و کمربند قهرمانی SLFC را به دست آورد. و کنفرانس آغاز میکنیم. در ابتدا خوب است که از کسی که پالویم نشسته، یعنی احمد سهیل حسنزاده، بپرسیم که پلان و استراتژی که در این مسابقه داشت چی بود و با وجود از اینکه حریفش فردوس نظروف در ACB هم فایت داشت و برنده هم شده بود، چگونه تانست حریفش کسب بده؟ بله. سلام به شما، سلام به بیننده های عزیز. دعای مردم افغانستان بود که من تانستم فردوس نظروف را شکست بدم. فردوس نظروف کسی بود که کلگی مشناخ که خوبترین فایترهای افغانستان چی در روسیه چی در افغانستان به فایت دعوت کرده بود که دش فایت نکرده بود. اون از زیادتر مردم خبر داره و زیادتر افغانای میواز پشتی ما را کنه. در هر جای رفتن گفتن که سهیل حسنزاده امکان 100% باختش است. و دوست دارم که بار دیگه با دوست ما که دولتوف نام داره که یک افغان دیگه ما را شکست داد، یالدا شیر که از تاجیکستان است، از سازمان خواهش میکنم که بار دیگه با هر کدامش مرا جوره میکنه، از هر جای باشه ما حاضر هستیم که همراه هر کدامش باشه فایت کنم در شب نبرد در داخل قفس. بسیار خوب. و فردوس نظروف کسی است که رقابتش البته واگذار کرد، نیفوم اینجا نیست. فردوس نظروف به هر صورت میرسیم به عبدالحمد فاروقی، ورزشکار که کشتیگیر بود اما میخواست در باکس حریفه ببره. چرا پلان تغییر خورد فاروقی عزیز؟ به نام آد خدا با هر سلام در قلم نخست و از تمام مردم افغانستان معذرت میخوایم که نتونستم پیروزی مسابقه شم. خب من خواستم یک استراتژی جدید پیش رو بگیرم، چون کل کسا هر کس گفته بود که فاروقی ای چیزی نیست، فقط یک کشتیگیر است. من خواستم که همه هنر دست و پای خودم به نمایش بگذارم، اما بدبختانه که استراتژی در این مبارزه غلط بوده. بله. و دلاور دولتوف کسی که تانست بسیار خوب فایت کنه و دور از انتظار ظاهر شد در برابر فاروقی، بسیار عالی کار کرد. دلاور دولتوف، عبدالحد فاروقی چطور بود؟ فکر میکردی که ببریش شکستش بدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فاروقی بسیار یک ورزشگر خوبی است. راستی من بسیار در بیرون از جمهوری بسیاری بعد برآمد کردم، کم ترک ترجمه ما بسیار تر این زیادتر بود، کم تر یعنی تجربه تجربه ما و هم برای همچنین عمر نتونست بریده. اگر این بهترین ورزشگری همه افغانستان های ما را حرمت میکنم، نیکی یک جایی بود که ما را بسیار حرمت میکردم. وقتی که راوند تمام شد، سه چهار تایدگه زد بعد راوند بود و سه چهار تایدگه زد، در کار نبود این کار، برای که ما را رنگی برادری همچون برادری گفت گفتگفور نزدیک حرمت میکردم. این خیلی گفتمش که پیش ای کانفرنس ای اکم دما گفتم که این بسیار اینستون خوب است، برادرش گفت اینستون خوب است، برام قا گفتم و سویلی گفتنیم که سویلی ما قبول میکنم گفتگی ترم، ما لبو بریم فرود کردیم، من میخزم میام برای تو کایت با تمرین میکنم. برای سودیو یا سودیا گفتنیم که نه سویل نه، برای دوباره دوباره یکم که وقتی که خواب بود اولین بای در پشت سر ممکن نبود زدن،
در پشت سر زد. خب ما با اولمبای خودم رو گپ میزنیم، باز تو ترجمه کن چون من روسی رو نمیفهمم. حالا درباره خودت ما سوال کنیم. کوکولی چند بار گفت که ممکن نیست سیدکر قبیدان اومدن مرا نشان دادن، استادم بود همجا، گفتن که سیدکر قبیدان ممکن نیست. چند بار که من میخواستم میره بردارم در زمین خواب کنم، چند بار قبید دوار هم خب بود. خب به هر صورت کس ندیدین. تشکر دولت. برای دفعه دیگه التماس همیش کرو را ببینین. همین کرو را. بله نوبت میرسه به زکی رسولی، کسی که اولمبای را برد و اولمبای تسلیم شد. بسیار یک پرفورمنس و کارکرد خوب داشت. رسولی عزیز میشه که خودت هم شروع کنی مایک بیگ پیشت. من فکر میکنم که یکی از خطرناکترین حریفای خودت بود در شب نبرد. سلام علیکم هموطنان عزیز، خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمت شما ظاهر شدم. تشکر میکنم مسابقه مرا تماشا کنین. اولمبوی برادر ماست، برادر مسلمان ماست، یکی از بهترین فایترهای کامبک سامبوی روسیه است. شما شاهد باشین رکوردهای خوب داره. تشکر میکنم ازش که آمد، واقعا فایتر خوب بود و ما فایت خود به تمام افغانستان تبریک میگم. ما فقط فایت میکنم، من نمیفهم زندگی مرا کجا میبره، فقط فایت میکنم، کوشش میکنم یک آدم خوب باشم در جامعه، یک محبوب باشم، نه که شهرت مثبت داشته باشم. شهرت میخوام که مثبت داشته باشم. تشکر میکنم به تمام کارمندای سلیپسی نورستانی صاحب، به تمام کارمندای تلویزیون طلوع شب نبرد. تشکر افغانستان. زنده باشین. و اولمبایف خودت هم میشه که صحبت داشته باشی، چرا رقابت باختی با وجود از اینکه در گفتگوهایت گفته بودی که من زکی را شکست میتونم؟ با همه همه سلام علیکم. یکموش گپای ما همی با همی ورزش، همی روز، همی شب شدگی، کمتر گپای ما با همی دوار. وقتی که زکی رسولی در قفای من بود، با همی لوکت در قفای ما سر من سه چهار زد، همی را نگاه نکردم. ای وجه چخه بگم تمام همین شبی که خویش که همین به ورزش برامد بود عموما داد گم شید. اعتراض چیز کنید خواهی زکی یکون گرد ندارم برای اون که اون میخواست برد کنم به همون طرف کاری میکرد. اگه شکات چخه لی تونی ساد همه گرد به همین دوار. وقتی گفتن که خفای سر ممکن نیست، با وقتی که زکی زدن گرفت دوار هیچی که گرد نزد. همه خیلی نبود زکی؟ فکر میکنم اولم بوی ما در حالت پان بودم، ما از پان میزدم، درست است؟ ای درست است. وقتی که تو در قفای من گذاشتی ای بیترام نیست تو کرد ای کنترول. خب ما قسمی درست است، قانونی است، درست است قیوموف؟ قفای سر درست است؟ قسمی نزده، فکر نکنم قسمی زده باشم. نه تو کاری خود تکردی، ای وردیش ها، ای چی نه هم اگه با دوار هم اگه با دوار که چی با نگاه نکرد. همین که وقتی که با لوکت تا قفای سر ایجا ممکنه. من هم پراویل را خوشو میدونم، من اکم مرده ای ورزش نیستم. تشکر. و یک گپ جالب که مرا میخوای میمان کنن در روسیه، در مسکو میخوای مرا میمان کنن اولم بوی. تشکری میکنم که آمدی. گپ نیست، فکر میکنم که ما میایم در روسیه میمانت میشم و کوشش میکنم من ترم اینجا میمان کنم اول میمانی بگیرم. تشکر که آمدی اولم بوی. برادر میگم موبانی خودمون دشمنی نیست، این ورزش است. تشکر. این روز این بوری پیغام ایشان نصیب ما میبرم، لیکن هم اگر همین وقتی که ارگانیزاسیا میکنن همیرا نگو کنه که خوش رو یگم وای نشو ان شاء الله. ان شاء الله. تشکر از ورزشکارا. و نوبت میرسه به مسابقه مرکزی. حمید تایپان هم اینجا دیده نمیشه. به هر صورت کمربند قهرمانی تبریک باشه نژند بر خودت. فکر میکردی که داری زودی ها بتونی تایپان ببری؟ ما با کل علاقمندا و تمام بیننده ها گفته بودم که من به خاطر برد داخل میدان میشم، نه به خاطر از اینکه من اطمینان نداشته باشم. به خاطر اینکه ترینرها دوستا و قهرمانا همراه من همکاری زیاده کردن و من اطمینان کامل داشتم که من این مسابقه را میبرم، چی در اون اول باشه، چی در اون دوم یا در اون پنجم هم که دوام کنه. من از هر لحاظ آماده خود گرفته بودم که در اون اول چی کار کنم، در اون دوم چی کار کنم. گفتای رولا جان ما گرفتیم که یک ترینر خوبی هم است، از قهرمانای ما هستن و ما دیگه به خاطر برد داخل میدان شده بودیم، نه به خاطر از اینکه من اطمینان داشته باشم یا نداشته باشم. ما یک برنامه داریم به نام آن سوی شب نبرد که هر جمعه هم از طرف صبح ساعت 10 پخش میشه و هم البته
بعد از ظهرش باز پخش میشه، باز تکرارش شب جمعه آینده پخش میشه. کمربند قهرمانی پیش تایپان بود، میمانم بود هم نژند و هم تایپان. با کمربند به می شکل بالای شانه تایپان میزد که کمربند از ما ساق نداری را پیش بگیری. چرا این کارو فکری؟ ماما نمود امیدا اگر دوست داری. خب ما زحمت کشیده بودم به خاطر کمربند، فایتای زیادی را کردم. دیگه ترینرا بالای ما زیاد زحمت کشیدن، تشکر میکنم از کلشون. دیگه ما همو چیزی که میگه حق بقدار میرسم او رقم شدم. بسیار خوب. و انرژی که میخوری چطور است مزیش؟ انرژی اتک من از انرژی های گازدارش خوشم نمی، یکانه انرژی که زیادتر میخورم و مینوشم اتک انرژی دیرنگ کش مشت پرقدرت مثل مشتای خودم. و عرض رسایل استانزاده چلنج دادی اردشیر مراد علیف را، کسی که در دور قبلی تانست که یکی از ورشکارهای ما را ببره و فرامرزش شکست داده بود. البته فرامرزم بسیار خوب امرایش کار کرده بود. فکر نمیکنی که کمک چلنجت سخت است؟ والا چلنجم سخت نیست، به خاطر که فردوس نظروف کسی بود که در تاجیکستان از نام بالای برخوردار بود و او کسی است که نظروف بسیار اعتماد به نفس داره و در شیر و دولتو پیشتر مرا گفت خودش در داخل اتاق میمه بار دیگه من به افغانستان همراه تو فایت میکنم. چی هل در شیر بسید؟ چلنجر خودت مید نفهمیدم. او در داخل مرا گفت مفتون باش کسی که در پیش من بگویم کاله باز نگاهی که ما سوال چلنج دادیم، ما چلنجز بتون خوب است. اما فکر نمیکنی که مو استایل و سبک اردشیر کمک برد سخت و مشکل ساز خواهد بود؟ با من مشکل نیست، اگر نظر به اینکه فایت فردوس نظروف در روسیه که بهترین های روسیه فایت کرده و بدون از او چقدر تجربه داره، مرا دین رو در که پرنس کنفرانس میگفت میفتو انوزه خوردستی تا فعلا تو انوزه ممی بازی نکدی و تا انوز تو در انگاه ندر آمدی و مرا گفته بودم میشه که تو مشت افغانی را انوز نخوری و در این مرا میفتی مشت افغانی تا باز ما هم زدم میشه گفتم اینه مشت افغانی. بله فردوس نظروف و همچنان حمید تایپان به خاطر که مصدوم بودن در کنفرانس حاضر نشدن، امیدوارستم هر چی زودتر صحت یاب شوند. و بازم میرسیم به عبدالاحمد فاروقی که در برابر ورشکار تاجیکستان یعنی دولتوف البته رقابت شو گذار کرد. عبدالاحمد اگه باز یک چانس برد سازمان بتا و بازم دولتوف در برابرت قرار بگیره، فکر میکنی ببری دفعه دوم؟ خب امی گپ اگر وطنی بگم بخی مردار شده، چون هر کسی که می بازم میگم من باز آمانده هستم اگر بخوای فاید میکنم. من خوش ندارم که دوباره چلنجش بدم، چرا که امی گپ بخی زیاد شده و مو خاطر پیروزیش برش تبریک میگم. بله از هر کشور که باش اگر سازمان بخوای من مشکل ندارم. من ایج وقت من سازمان اطمینان دادم که آه فایتر که مقابل ما سلام میگیم در دانم نه نیست. اما یک اصل است می ای که یک مثلا ورشکارهای بزرگ دنیا، قهرمانای بزرگ دنیا چی در بوکس است چی در ام ام ای است، وقتی که میبازن دو بار حتی سه بار با هم قرار میگیرن مسابقه میکنن، یک اصل است در ام ام ای. خب در ام ام ای اصل است، خب مگم در افغانستان بخی بدل شده ایگر باور بکنید. به هر صورت دولتوف و عریف بعدی که قرار باشه در مقابلش قرار بگیری، پیشتر یک اشاره ورزشکار از افغانستان یعنی حسن‌زاده داشت، یا خودت یا هم اردشیر مرادعلیف، یعنی هر دویتان اگه قرار بگیرین سهیل آماده است که در برابرتان قرار بگیره. خودت آماده هستی؟ سهیل فکر نمیکنی که برده کمک شکست دادنش سخت باشه به خودت؟ دشوار باشه؟ ما همه وقت آماده ایم، ما هم تمرین میکنیم، ما هم 24 ساعت در تاجیکستان در دوشنبه تمرین میکنیم. 24 ساعت که تمرین میکنین استراحت نمیکنین باز؟ استراحت چیز نمیخوری؟ این خیلی مودا گفت نیست استراحت موف فرقش نیست خواهد اردشیر برای خواهد مرا ببرون مرا فرقش نیست مرا لبوی برایم میبرون کتیش. میخواستم سویلی در یک سوال بتم. سویلی وقتی اگر خواهی که ما کتید برامت کنیم بخوای که ما بیایم افغانستان برای دفعه دیگه همه ورزشگری تا نشان بده، خیلی مهمان دوستداری تا نشان بده، خیلی گپای هر خیلی گپ نزن. ما اترا دیدیم که در درون همه چلی کت کتی خروشیدی نمجا همورا خروشیدی بعد بروم خون بروم بدک در کار نیست خیلی در مسابقه ورزشگر باید ورزشگریش نشان بده. جنگی
حرام کردن در کار نیست، جنگ حلال کردن در کار. چه خیلی که دوباران گفتن همه چیزا ممکن نیست، ممکن نه ممکن نیست، تمام قانونا ریویا کردن در کار. شما تو ریویا نکردی همین قانون. من فکر میکنم اگه دلاور دولتوف اگه بخواد یک استاد دانشگاه باشه بسیار خوب میتونه که استاد دانشگاه باشه بسیار خوب نصیحت میکنم. نه من نصیحت نکردم، من گفتم اگر خواهید که اگر خواهید که ما بیایم همی گفتی گپا همی بله. ورزشگری تاجیکستان، مردم تاجیکستان، مردم افغانستان با هم برادر هستن، همدیگر را دوست دارن. فقط سهیل عادت چی است که کمک میخواد مسابقه را احساساتی بسازه، میخواد جالب بسازه. هدفش توهینی با شما نیست و هدفش فقط این است که کمک جالب شه برنامه. دیگه دوستان داره جالب بانوخون خروشیدن این جالب نمیشه. جالب حلال ورزشگری کنی انا وقت ورزش حلال میشه. و تشکر، وقت ما بسیار محدود است. خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. دولتوف میگه که والا کلکت داخل که دیو مشت افغانی بود که کفید از داخل باز زکی جان میگه تو هم فاول زدی. ای که فاول زدی ما چه مخ نایدیم که فاولی چی رقم فاول بود زردی ما رفاول. تشکر و دوستای عزیز، اتاک انرژی درینک قوطی جدید 500 میلیلیتری اتاک تازه به بازار آمده، شما میتونید استفاده کنین با کیفیت زیاد. ای بود دوره پنجم مسابقات بین المللی MMA شب نبرد پنجم اتاک انرژی درینک که به شکل زنده و مستقیم از طلوع لمر، آرمان و رکوزیا به شکل زنده به شما پخش شد. تا ایونت و رویداد دیگر شب نبرد شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. موفق و کامگار باشید. خدا نگهدار.